درود به همراهان گرد آتش امروز هم دوباره در خدمت زیاد سطر هستیم و امروز میخوایم کمی جزئی تر در مورد دو تا مبحث صحبت بکنیم توی انگلیسی investment و savings و توی فارسی به ترتیب میشه سرمایه گذاری و پس انداز میخوایم در مورد تمایز این دو تا صحبت بکنیم و استفاده اینها کاربرد اینها و آینده اینها رو در بافتار با بیت کوین بررسی کنیم خب درودی دوباره زیا جان سلام سلام چطوری بافتار کلمه باحالیه من هم استفاده میکنم ازش فکر میکنم ولی تو فارسی خیلی جا افتاده نیست اینو <تانتیکس> از استمد یاد گرفتم در راه افتاده امه. نه توی علوم انسانی مثلا تو ترجمه های تو مثلا فلسفه ادبیات اینا کلامش استفاده میشه ولی خیلی نیست کانتکست همون انگلیسیش رایش در اینجا کانتکست بیت کوین آره آره من اولین بار جلید. از استمت بافتار رو شنیدم قبلا بافت ترجمه می کردم بعد دیدم که بافت توی جمله گم میشه این باف... بافتار واژه مناسب است هست ولی خب اگر که جا بیفته خوبه ببینیم که کدومشون پیروز آره. می شه بازار آزاد نیست آره. <تصفح> خب زیاد نظر خودت رو در مورد تمایز این دو واژه اول بیا سرمایه گذاری و پس انداز رو تعریف بکن و همچنین معاملگری یا همون چیزی که عنوان ترید میشناسیم در مورد هر کدوم از اینها که دوست داشته به ترتیب شروع بکن صحبت کن تا این تعریف ها رو مشخص بکنیم و بعد بحث رو ادامه بدیم آره به زبان ساده چیزی که معمولا افراد انجام میدن به خصوص حالا تو فاز کریپتو حالا با اینکه ما خیلی الان صحبت ها محدود صرفا به اون فضا نیست ولی چیزی که انجام میدن اینه که خب یه جورایی سرمایه رو بارها الوکیت میکنن به جا به در واقع های مختلف به دارایی های دیجیتالی مختلف دارایی دیجیتالی یا در واقع یه سری توکن و کوین عمدتا بی ارزش مختلف که م... معمولاً چون بالاخره یه بازاری داره و دائم در حال خرید و فروش شدنن به انگیزه همه در واقع به انگیزه کسب درآمد کسب سوده به نحوی خب به که ان... به انگیزه ای اینه که بتونن بر اساس یه بیسی مثلا حالا بیس دلاری ریالی بیتکوینی هرچی بیت کوینی هر چی خب بتونن دارایی رو بیشتر کنن خب و یا به نحوی سود به دست بیارن الزاما صرفا از بالا رفتن قیمت ها سود نمیگیرن میتونن از پایین اومدن قیمت هم به شکل استقراضی با همون اصطلاح لیورج تریدینگ یا معاملات اهرومی یا اینجور جور چیزا سعی میکنند که کسب خوب درآمد کنن و خب این همونطور که واضحه اصلا به فاز کریپتو اصلا محدود نیست و از قبل فارکس تریدینگ تریدینگ در واقع و سر استاک تریدینگ معاملات سهام یا حالا حتی اگه قدیم و ساده ترش هم بخوایم بکنیم که در گذشته اصلا ممکن بود بشه شکلی اتفاق می با در واقع خرید و احتکار و نگهداری مثلا یه سری کالاها اتفاق می افتاد کسی چیزی رو می خرید و به عنوان مثلا یه دلالی کسی که تو بازار میدونه که مثلا ممکنه قیمتش بره بالا میخرید و بعد دوباره میفروخت و این سرمایهش دائم در حال الوکیت کردن در یعنی محل سرمایهش تغییر میده بین دارایی مختلف در حال تخصیص بتونه... دادن آره تخصیص میده سرمایهش به دارایی متفاوتی که بتونه در واقع کسب سود کنه و احتمالاً حالا از ایده اقتصادی مکتبی مدرسیش یعنی دانشگاهیش آکادمیکش اینا خیلی تعریف پیچیده تر از این باشه و خیلی شرط و شروط و قید و همه چی میتونه اضافه بشه یا گسترده تر. حتی میتونه باشه نه فقط محدودتر، گسترده تر هم میتونه باشه تو طبقه بندی های دیگه داشته باشه ولی جنرالی کل به صورت کلی افراد اینجوری میشناسنش رو میدونن این همون تریدینگیه که همیشه اتفاق میفته و افراد به این هدف انجام میدن خیلی خلاصش هم همون کلمه تریدینگ معمول معمولا استفاده میکنن واسه همون سرمایه گذاری واسه اینوست کردن یه جورایی چون کلمه اینوست کردن به تنهایی خب میتونه خیلی کلی باشه میتونه خوب باشه خب ترید کردن on the other hand از سمت دیگه شاید به اون اندازه یعنی عمل خیلی اسپسیفیک رو من منظورش باشه تا اینوست کنم به صورت کلی آره من چیزی که برداشت خودم و برداشت عموم کلا اصولا در مورد این مسئله است اینه خب همه بیشتر این شکلی میبینن اینو این فضا رو و از سمت دیگه ما یه تمایزی خب قائل میشیم با اینکه میدونم که خیلی شاید تمایز هم قائل نشن با در واقع سوینگ یا در واقع پس انداز کردن ولی ما تو فضایی کو کوین واقعا یه تمایز قائل میشیم دائم در مورد این مسئله صحبت کردیم انتقاد ها وجود داره اتفاقا خب و خیلی ها میگن خب سیوینگ هم یه جور اینوست کردنه یا حتی یه جور ترید کردنه در صورتی که نیست واقعا متفاوته حالا در مورد تفاوتاش بیشتر صحبت میکنیم شاید افراد بدونن که چرا اصلا کلا این سیوینگ مهمه چرا ما از بیت کوین میتونیم به این نتیجه برسیم که این سیوینگ مثلا واقعا یه تفاوتی اینجا داره و یه متفاوته یه نقش دیگه ای رو بازی میکنه تو ماجرا آره این چیزایی بود که میخواستم در مورد اینا بگم در مورد تریدینگ داشت که داشتی صحبت میکردی که حالا می معامله آره یکی از تفا... که میشه معامله گری یا یکی از تفاوتاش اینه که در جهت پایین رفتن بازار هم میشه حالا تفاوتش با اینوستمنت با سرمایه گذاری اینه که در جهت مم. پایین رفتن هم میشه سود برد توی بازارهای آتی چنین هست توی بعضی از بازارهای آنی هم باز چنین هست مثال زدی از فورکس و اینها حالا توی ادامه صحبت چنان که حالا برمیاد از صحبت های قبلی که حالا ضبط نشده با زیاد قبلا کردیم و بحث هایی که قبلا کردیم دو ما یه نظر خیلی مثبتی نسبت به پسنداز داریم و یه قدرت خیلی مهم میدونیمش و یه چیزی در مورد پیش زمینه خودم بگم اینه که اگر که اسم منو به صورت کامل سرچ کنید محمد کردیم بی شاید بیشتر نتیجه هایی که میاد اولین کتاب هایی باشه که توی ایران ترجمه کردم در زمینه داد و ستت هست یا همون در زمینه معامله گری هست ترید خود من زمانی خیلی به بازار فورکس علاقه من بودم خود فورکس نه ولی توی طلا اما موقع هم یه کمی به اون ساوند مانی گویا به پول خوب به پول سالم گویا علاقه بیشتری داشتم و تمرکزم روی طلا بود و اتفاقا سود هایی هم داشتم حالا این در زمین چیزی که میخواستم حالا پیش زمینه ای که داشتم روشن بکنم چون که نتیجه که بعدا میگیریم ربط پیدا میکنه به این پیش زمینه ای که این, حرکتی که انجام دادیم از گذشته به حال حالا زیا جان تو هم در زمینه ترید یا معامله گری تجربه ای داشتی من خیلی سوال سختیه واقعا جواب دادم به اینکه مثلا بشه یه جواب راحت داد گفت آره یا نه ولی به معنی عرفیش که آیا داشتم خیر به معنی که من الان میتونم ازتون شرح بدم خیلی تجربه زیادی داشتم از این بابت که در واقع اطرافیانم خیلی این کار میکردن خب در ابتدای زمانی که من با در واقع بیت کوین ها آشنا شدم و در موردش مطالعه میکردم هر کسی تقریبا دور بر من بود Uh, همه در واقع یه حسابی داخل بیترکس و بیتفینکس و پولونیکس و این اکسچینج هایی که توش کریپتو تریدینگ میکنن داشتن و uh, یه حس باهوش بودنی داشتن همه سعی میکردن اصلا پس میکردن که میتونن اوت سمارت کنن به اصطلاح باهوشتر از بازار باشن باهوشتر از دیگران باشن و اینجا کسب درآمد میکنن و این این, این, حس به خصوص اون اوایل این که نه فقط حالا اون موقعی که من وارد این فضا شدم امروز هم هستش کلا هم بین افرادی که تازه با این موضوع ترید کردن کلا آشنا میشن عمدتا رایجه خب خیلی زیاد میبینی این وضعیت رو میگم چقدر سخت میتونه باشه هر وقت این خواست بره بالا میخری میره بالا دیگه بعد میفروشی اون موقع بعد میاد پایین دوباره میخری اصلا ترکیبی با هم دیگه میخری اصلا اینا رو رو هم دیگه هی پولت بیشتر میشه با پول بیشتری میتونی سرمایه گذاری واو چقدر پولدار میشه شد و اینها این دیگه حالت خیلی یوفوریا عجیب غریبی و خیلی سرخوشی آره واقعا سرخوش میشن که خوب اون اوایلش رو سه همه تقریبا هستش حالا نمیتونم بگم همه ولی اغ... اغلب افرادی که من دیدم یا اون حداقل الان یه مقدار مثلا اینکه پخته تر شدن محتوا و مطالب و این هم در مورد این چیزا بیشتر شده ولی به هر حال این این فاز بود و نمیتونستی از دستشون فرار کنی که مثلا یه جایی باشی که اینها نباشن به نحوی این تو این فضا باشی همه افراد دروبرت درگیر این بودن و چون خب خیلیشون حتی تو سای نزدیکی هم بودن میدیدم که چه نتایجی ختم میشد خب اگر طرف سود میکرد چه جوری مثلا میشد چی میشد چی کار کرده بود اگه ضرر میکرد چه اتفاق واسش میافتاد چه جوری بود که ضرر کرده بود صحبتاش چی بود استش چی بود انقدر این اتفاق دور رو برای من رایج بود و شایع بود و زیاد پیش می اومد من حتی بعضی از دوستان بودن که انقدر یه جورایی وابسته و معتاد ترید کردن بودن که مثلا من آدمی ها که همیشه لپتاپ هم سر می داشته باشم نیازم میشه استفاده میکنم هر جا برم کافه ای جایی کسی از دوستان میدم میگفت چیز مثلا الان میخوام فرصت خرید که چیز شده فعلا یه لحظه لپتاپ تو میدی من لاگین کنم به اکانتم برم ترید کنم یعنی من کلی لپتاپ خودم من کلی آدم ترید کردم و این بار هم اتفاق افتاد سر از نه یه بار و دو بار و حتی آدمایی هم دیدم که پای لپتاپ خودم شخصا یعنی خودم حضور داشتم اون لحظه اونجا قرض داده بودم بهش مثلا دیدم که مثلا لیکوید شدن خب یا لپوت شدن حالا چجوری فارسی و ساده و خلاص میشه گفتش نمیدونم یه تعریفی واسش داری که مثلا تو معاملات استقرازی مثلا اون آره تو معاملات استقرازی همون leverage تریدینگ و اینها اون وسیقه که شما داشتید رو ی... یکی از چیزایی که میگن آها اوکی اوکی برداشته میشه آره آره وسیقت رو از دست بدین که میشه مثلا حالا بسته به اینکه که چقدر داره وسیقت آب میکنن به <applause> آره لیکویدم آره رفت وسیقت از میگیرن یه جورایی خوب ام. و این وسیقه خوب دارایی شما بود که او. به 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 میگم به به زمانت این وسیقه شما بهتون مبلغ خیلی بزرگتری رو ام. یه جورایی انگار قرض میدادن معامل استقرار که باش ترید کنید خوب و این دیگه این لیکوید شدن به این معنیه دیگه ام. و من بار میگم حتی لیکوید شدن ها دیدم که مثلا در حضورم بوده یعنی مثلا دیدم واقعا اون لحظه چه نیاز نبوده خودم برم بزنم لیکوید بشم که بگم آره تجربه لیکوید شدن دارم ولی اینجوری قشنگ به معنی واقعی همه این شرایط رو دیدم و من خیلی آدم میشناسم خیلی ارتباط دارم و خیلی دوستای زیادی دارم و بارها بارها تکرار شده بودیم تجربه ها همه چی شنیدم سالهام هم هست که همه چی میبینم و میشنوم انقدر دیگه زیاد شده که حس میکنم که چیزی از دست ندادم خب و میدونم که چی به چیه و تجربه توی این ماجرا دارم بدون اینکه خودم تریدر باشم مثلا ترید کرده باشم <applause> آره مثلا میخواستم بگم که کلا یه جورایی انگار دارم آره <applause> چون که همیشه دور برات انجام شده آره نیستم <applause> این لی، لیکوید شدن که گفته یه چیز خیلی وحشتناکی هم هست آخه من خودم اون بازاری که توشون فعالیت میکردم نهایتش این بود که مارجین کال میشد احتمالا اونایی که لیکوید میشدن توی ایران بوده که میتونستن یه وسیقه فیزیکی بذارن اینجوری بوده مثلا خود آه اون تو کارگزارم تو ایران بوده با. آره تو تو کنم ندیدیشون چه جوریه ماجرا و سیستمش من لیکوئیدو چیزی که مثلا وصیقاشون تهاری... مثلا بیت کوینی یا تتری باشه اوکی پس همه جای دنیا, دنیا میشه دیگه اینطوری آره از همه جای دنیا میتونی خب چیز کنی حتی نیاز نیست مثلا اون اکسچنج تو ایران مثلا خدمات بده که بتونه به حساب بانکی چیزی مثلا باشه که مارجین کال کنه تفاوت مارجین کال با لیکویدم که حالا خیلی تفاوت جزئیه این همی قبل از اینکه لیکوید بشی کالت میکنم میگن داداش بیا وسیقت رو اضافه کن وگرنه لیکوید بشی وسیقت رو بر میداریم اگه اضافه کردی خب اون وقتی که کاری به کارت ندارن تا زمانی که مگر ضرر دوباره اونقدر بره پایین که دوباره کالت کنن اگرم نه که اون وقت وسیقت لیکوید میشه خب دیگه میرسه به اونجا این مارجین کال یعنی این که میگه به اون لبه رسیدی آقا تماس میگم. به معنای واقعی تماس گرفتن دیگه میدونی یعنی تو چیزم اتفاق میفته به خاطر همین هم مارجین کال بوده اگر اشتباه نکنم میگم کنم واژه کال تماس, تماس تلفنی میگرفتن می گرفتن. یه زمانی مثلا تو چیز بازار سهام و اینا قدیم شاید هم الان هم باشه نمیدونم ایده در مورد اون بازارا ندارم ولی منم مارجین کال نشدم به خاطر همین تماس دریافت نکردم در کال. سابسکرایب پلتفرم باشه دیگه فکر کنم با نوتیفیکیشن و ایمیل و اینا احتمالاً هم, 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 هم ازم ازم باشه باشه خودت می‌بینی که داره سرمایه‌ات به سمت صفر میره توی حالا مثلا مارجین کال حالا تفاوت دیگه ای بخوام بگم اینه که اونجا یه وسیقه داری که اون وسیقه رو باید بیشتر کمتر بکنی توی مارجین کال اون سرمایه‌ای که داری که حالا هر ارزی که سرمایه گذاری کردی اون داره به صفر نزدیک میشه و وقتی که دیگه شد صفر دیگه تمام اکاونتت مگر اینکه حالا سرمایه بیشتری رو واردش بکنی در مورد اون که گفتی یه سری خاطره ها یادم اومد تریدینگ واقعا خیلی هم کار اول چیزی چیز میخوای اضافه بکنی توی حرفای قبلی چون که ممکنه کمی جد خب زمانی که توی بازار طلا دادستت میکردم خود تریدینگ Uh, یه عملی هست که واقعا نیاز به تمرکز بالا داره uh, شما به اینها نگاه نکنید که سیگنال میفروشن و کسایی که سیگنال میخرن و از روی سیگنال میخوان عمل بکنن به هر حال همون ها هم یه سرعت عمل نیاز دارن که این کار رو انجام بدن ولی چیزی که میخوام در مورد صحبت بکنم این که حالا زیا گفت که لپتاپش همیشه خودش داشته و دوستاش باهاش معامله میکردن من به خاطر اینکه بتونم به پلتفرم معاملاتی که متا بود اسمش دسترسی داشته باشم یه گوشی ویندوز موبایل گرفتم با وجودی که گوشی ویندوز موبایل توی اون زمانی که گرفتم خیلی محبوب نبود اندروید داشت خیلی محبوبیت پیدا میکرد و سخت میشد گوشی ویندوز موبایل رو گرفت من یه ویندوز موبایل قدیمی تر میخواستم چون که اون متا رو روی اون کار میکرد. و این حالا یه،, یه،, چیزی هست که مثلا به خاطر ترید من اومدم حالا یه گوشی خاصی گرفتم که بتونم روش تحلیل رو انجام بدم و یه سری عدد ها رو یه سری اندیکاتور ها رو فقط روی کامپیوتر رو میتونستم ببینم این که میگم چقدر تمرکز و اینها میخواد یه زمانی با دوستان ما بیرون بودیم داشتیم این به اصطلاح بطری بازی میکردیم بعد <مزنجا> <مزنجا> گفتن بزرگترین سوتی زندگی چی بوده من داشتم فکر میکردم که یادم بیاد بعد بچه ها خودشون به جای من جواب دادن گفتن که در سوتی, در سوتی دادن تا همین بس که یه بار پای کامپیوتر بودی توی گوشی داشتی یادداشت می‌کردی یه گوشی 11 به داشت داشت داشتم که توش فقط عددا رو می‌نوشتن که مثلا استاپلاس باید اینجا باشه نمی‌دونم مال پروفیت لول اینجا باید باشه و اینها توی اون گوشی یازد و سفره می نوشتم و بعد اینها رو توی اون گوشی وارد می کردن چون که خیلی راحت نبود این عوض کردن صفحه ها با هم سرعت عمل گوشی ها به این زیادی نبود بعد گفتن که تو گوشی یکی از دوستا رو بهت دادیم و اصلا متوجه نشدی که گوشی خودت نیست فقط همین که صفحه سیاسفید بوده حالی شاید هم سیاسفید هم نبوده ولی به احوال من متوجه نشده بودم که یه گوشی دیگه, دیگه ای رو به هم داده بودن و من داشتم توی اون گوشیه چیز میکردم عددا رو وارد میکردم که بعد تو اون گوشی دیگه انتقال بدم و باش به سطوح معاملاتیمو عوض بکنم واقعا کاری هست که خیلی اعصاب میبره خیلی تمرکز میبره مستلزم این هست که شما فعالانه تلاش بکنی توی پرانتز همین چیز در مورد سیگنال و اینها بگم که از قبل که نسبت, نسبت بهشون نظر منفی داشتم توی کتاب جادوگران و بازار هم که ترجمه کردم شما توی مقدمش بخونید در موردش مفصل یه مقدمه مترجم هست توضیح دادم الان هم که کلا این بازار به کریپتو که ایجاد شده همه سیگنال میفروشن و شما باید اون سیگنال رو تبعیت بکنی که معاملات سوده بشه و وقتی هم که سود نشد اونها خیلی راحت میتونن از زیر بار در, در برن حال شما این که اون اقدام رو انجام دادین شما هم باید مسئولش باشین این حرف این منطق درستی هست ولی خب چیزی که از اونها سود خودشون رو از فروش اون سیگنال ها به شما خواهند برد و مش... یکی از مشکلات بزرگ اینه که حتی اگر اونها بر اساس اون سیگنال ها معامله میکنن و حتی سوده هم هستن دلیل نمیشه که شما سوده باشه چون که یه بحث دیگه داریم توی معامله کردن به اسم مدیریت سرمایه و شما لزوما مدیریت سرمایه رو نمیدونی وقتی که شما یه سیگنالی رو از کسی دیگه میگیری میگی که فلانی سیگنال داده خیلی سوده هست پس حتما باید این بار من معاملم سود باشه یه حجم با بالایی میذاری و خیلی از سرمایه رو از دست میدی و معامله که ممکنه برای خیلی ها هم سوده باشه حالا به فرض این که اون فرد صداقت داشته باشه توی سیگنالش و واقعا دقت بالایی توی سیگنالش داشته باشه که لزومی هم نداره دقت بالا باشه مهم سوده ای از حالا این خیلی واردش نمیشی ولی یکی از ایرادات بزرگ سیگنال روی سیگنال عمل کردن اینه که شما با یه جعبی سیاه سر کار داری که از منطقش خبری نداری و ممکنه به احتمال خیلی زیاد قربانی این بشی که معاملات هیجانی انجام بدی و اصیر حیجانات خودت بشی و خیلی از سرمایه ها رو به خاطر همین اصول روانشناختی بازار از دست بدی خب حالا زیاد حالا اگر که چیزی میخوای در این زمین اضافه بکن و همچنین بریم سراغ investment و بیشتر تفاوتاشو در مورد یا سرمایه گذاری و تفاوتاش رو با معامله گری بگیم و بعدش هم بپردازیم به پسنداز حالا فعلا روی اگر چیزی میخوای اضافه بکنه به این بحث و همچنین در مورد سرمایه گذاری یا اینوستمنت صحبت کنیم قبلی را که نه ولی آره در مورد سرمایه گذاری یا نه صحبت کنیم ببینیم چی از فرقاشون اوکی خب در مورد سرمایه گذاری هر چیزی که به ذهنت میرسه بگو ببین آه من یه مثالی رو استفاده می‌کنم. خب یعنی مثال هم نیست بیشتر یه 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 جورایی عرف اصلا یعنی یه چیزیه که اتفاق می‌افته، یه مثال واقعی از جامعه است بیشتر خب اونم این که وقتی افراد میان میگن به اونان مثال اون... اول اینه باید حتما بگم که پس انداز فکر کنم خیلی چیز عجیبی نباشه واسه افراد بای دیفالت چون خیلی خیلی زیاد شده یا شنیدن یا بهشون توصیه شده یا تاکید شده بهشون خب بهشون گفتن که پس انداز کن و مثلا, مثلاً میگن که اگه یه چیزی بود که مثلا من 20 سال پیش برمیگشتم حتما مثلا انجام میدادم این بود که پس انداز میکنم یا فلان یا این حرفا خب زیاد این داستان ها رو زیاد شنیدن زیاد بهشون گفته شده و خصوص وقت سنشون کمتره بهشون میگن که پس انداز کن خونواده پدر مادر خیلی توصیه میکنن اینجور چیزی رو خیلی هم هستن سعی میکنن خودشون پس انداز میکنن بچه یعنی یعنی به ازای شما به نیابت از شما کسی واسه شروع میکنه پس انداز کردن زمانی که هیچ درکی از این مفهوم هنوز واسه آدم اصلا وجود نداره کودک یا نوجوانه و آره یعنی در کل یه چیزیه که میخوام بگم که شاید خیلی عجیب غریب نباشه واسه و همیشه هم درگیرش بودین ارتباط داشتیم باهاش و خودتون هم اگه یه ذره بهش فکر کنید تفاوتشون تفاوتش واضح میشه مثلا یعنی اینجوری یه طرف میاد میگه مثلا میگم پس انداز کنم میگه باشه مثلا من الان این بهبل میخوام پس انداز کنم دارم کار میکنم تو سوپرمارکت مثلا کار میکنم وقتی کار کردم حقوق که گرفتم حالا خرجی داشتم نمیدونم هزینه داشتم چیزی دوست داشتم بخرم میرم میخرم اضافش رو نگه میدارم همین کار میکنی اضافه پول رو یا حالا مثلا یه مقداری برنامه می‌چینی که یه مقداری از پول رو یا کل پول رو نگه میداری همین نگه داشتنه واسه اینکه در آینده ازش استفاده کنی و سری مصرفش نکنی استفادهش نکنی همون چیزیه که واسه پس کردن در واقع خیلی از افراد خود انجام دادن بای دیفالت اوردی و چیزی هم فراتر از این نیست اما الان ما تو دوره هستیم که نه فقط تو ایران حتی شاید جاهای دیگه دنیا حتی شاید کشورهای مثلا درست درمون خب به اصطلاح کشورهای مثلا پوسه یافته یا مثلا جهان اول یا همین اصطلاح که استفاده میشه حتی اونجا هم داره رایج میشه این مسئله که پسنداز کردن با سرمایه گذاری شبیه هم دارن میشن خب چرا چون که خب یه زمانی من یه چیز باحالی هم بگم که این یادمه که پدر بزرگم یه دونه فکر کنم یه چند تا اسکناس پول داشت که فکر کنم به مدت پنج یا ده سال یه چیز اینجوری نگهشون داشته بود فکر میکنم مثلا پس انداز خوبیه خیلی سال پیش خیلی حالا الان نیست بچه کوچیکی بیدم خب مثلا اشاره میشد توش بهش خونه ده. بعد این اسکناس ها اگه اشتباه نکنم مثلا یه اسکناس های فکر کنم دیویست بود یا همچین چیزی بودن یعنی الان اسکناس دیویست تومنی اصلا دیگه وجود نداره ولی یه همچین اسکناس یعنی مثلا خیلی ریز خب که اون زمان مثلا یه عددی بودن از خودشون مثلا یه چیزی بودن که معادل مثلا یه مبلغ خوبی واسه یه سری وسیله شاید میتونست باشه نمیدونم شاید قیمت اون موقع اشتباه مثلا موتور بود مثلا همچین چیزی بود موتور سیکلت بود که حالا اونجایی که ما زندگی خیلی چیز ضروری مهمی بود Uh, ولی همچین ارزشی داشت بعد کم کم مثلا پنج سال ده سال نگه داشته بود تو, تو کمد این پولو بعدش هیچ دیگه نمی عرضی. بعدش خب الان هم م. که 200 تومن که اصلا 200 تومن از اون هزار تومن نیست 200 تک تومن 2000 ریال که خیلی عدد کوچیکی الان انقدر کوچیکه اصلا نمیشه مثال زد مثلا چیزی وجود نداره که بگیم با 200 تومن الان کارمزد تراکنش بانکی مثلا میگم 600 تومن چقدر بیشتر بکنم 6000 نه 6000 تومن 600 تومن هم چیزی متغیر هم هست بعضی وقتا بیشتر هم میشه یعنی هیچ عددی نداریم حتی کارمز انتقال و پول هم بیشتر از این عدده الان ولی این این خاطره الان دیگه خیلی عجیب غریب نیست این روزا اون قدیم عجیب تر بود اون زمانی که پس انداز کردن معنیش مثلا واضح بود و ملموس بود اون خیلی اتفاق نادری بود خب ولی امروزه اصلا اتفاق نادری نیست چرا چون خیلی سخته دیگه الان شما با پول یعنی با پول پول رایج پول فیات بتونی پس انداز کنی اگه بخوای با پول رایج پس انداز کنی یه کار کاملا احمقانه داری انجام میدی چون هنوز یه سال نرسیده یه سال که چی بگم بعضی وقتا تو ارز چند ماه یه مقدار قابل توجه ارزش خودش از دست میده سی درصد پنجا درصد بعضی وقت خیلی بیشتر مثلا ارزشش را دست میده تو بازه زمانی خیلی کمی و این شد که این اینوستمنت و سرمایه گذاری کردن به معنی الوکیت کردن دارایی به جاهای مختلف خیلی شبیه تر شد به در واقع انداز کردن چرا که دیگه با پول نمیشد انداز کرد در صورتی که مثلا حفظ ارزش کردن که ویژگی هاییه که اصولا یه پول باید داشته باشه ولی خب چون نداره خیلی شاید هم نشه اسم پول گذاشته یه روش ولی اونیه که نقد و رایج و مردم دم دست دارن بس با اون میخواستن انجام شدن با اون میخوان الان انجام شدن دیگه نمیشه پس باید بری سراغ دارایی های مختلف حالا میتونه طلا باشه میتونه نقره باشه میتونه نمیدونم هر چیزی بعضی ملک میخنن, بعضی ماشین به بعض تو ایران مثلا ماشین رایجه مثلا به عنوان حفظ ارزش حتی یه کالای مصرفی اینجا چیزه یه متفاوت دیده بش و خیلی از اینا و دائم سعی میکنن مدیریت کنن الوکیت کنن بین اینها مثلا چون خیلی بعضی از این کالاها هم جوری هستند که خیلی مثلا راحت نمیشه نگهداریشون کرد یا مثلا اگه داشته باشون ممکنه از در واقع پتانسیل بالقوه مثلا رشد یه چیز دیگه نسبت به بقیه کلا حق بمونی واسه همین افراد دیگه افتادن توی فازی که بیشتر شبیه سرمایه گذاری کردن شده پس انداز اه. اه توی مدقل ایران حالا میگم کشورهای دیگه هم کم نیست الان این وضعیت شبیه شده داره شبیه که نشده خب یک شبیه شده ولی خب بقیه جا هم دارن حسش میکنن این وضعیت به خاطر حالا به خصوص چند سال اخیر میزان تورمی که کل دنیا مثلا اتفاق افتاد و این به این سمتی رفت کم کم که الان دیگه خیلی تفاوتشون ملموس نیست با افراد باید یه جوری دوباره ملموسش کرد قابل درکش کرد اینجاست که یه چیزی که یه پولی که نقد باشه چون کالاها واسه در واقع پس انداز خیلیشون هاشون خوب باشن ولی شاید راحت نقد نشن شاید نگهداریشون سخت باشه شاید خیلی پیچیده داشته باشن مثلا ملکی ماجره هایی داره نمیدونم شرایط سیاسی اینا خیلی روش تاثیر میذاره یه هو مثلا جغرافی هایت اونم تاثیر میذاره نمیدونم چیزی مشکلاتی داره واسه خودش مثلا ماشین مثلا حالا حتی که توی ایران میگم رایجه نگهداریش سخته خود ارزش از دست میده تو گذر زمان در مقایسه با چیزای دیگه چون عمرش میره بالا خیلی چیزا هستن اینجا ولی مثلا طلا میخواستم به اینجا برسم حالا به بیت کوین نرسیدیم مم. هنوز ولی میخواستم به این برسم که طلا انگار یه حکمتی داشته بجز اینکه حالا هزاران ساله که وجود داره و استفاده میشه انگار یه حکمتی شک گرفته واسش توی جامعه دیده باشینم من هم نسیم میکولاس طالبو دیده بودم که در مورد این ماجرا صحبت کرده بود یه جایی که مثلا رسوم مثلا قبیله ها یا خود یا افراد جامعه های شرقی مثلا چه شکلی بوده و اینها در مورد اینجور جور مسائلی هم تو صحبت های زاب و نیک مثلا یه چیزایی دیدم در مورد این موضوعات باز اشاره شده چه جوری پول و غیره و اینها چه معنی داشتن چه جوری بوده و هم نیاز نیست هیچ کدوم از اینا رو اصلا دوست باشیم کافی بوده که فقط مثلا دور برمون توجه کنیم و به عنوان خانواده هایی که مثلا افرادی که توی جامعه شرقی تو خاور میانه تو آسیا مثلا بزرگ شدیم خب یا زندگی کردیم نسبتا رایج این باور و نسبتا هم هنوز قدرتمنده که به خصوص اون موقعی که ازدواج میکنن مثلا طلای زیادی خریداری میکنن حالا زیادم هم نباشه طلا خریداری میکنن معمولا اون طلاها هم تقریبا هیچ وقت اینجوری نیست که به سرعت نقد بشن اون طلاها نگهداری میشن یه سال دو سال ده سال 15 سال از وقت اینجوری بود که اینجوریه که مثلا شاید از دور و شنیده باشین طرف بگه خب مثلا چجوری مثلا مغازه خریدی این مغازه رو انداختی شروع کردی به کار کردن و فلان و این حرفا گفت مثلا از مامان بزرگم پول گرفتم خب مثلا طلاهاشو فروخت مثلا یه قسمتی از طلاهاشو این حرف یعنی چی یعنی مامان بزرگه توی دهه ها طلاها رو نفروخته و نگه داشته واسه اون زمانی که واقعا یه مشکلی رو حل کنه واقعا یه استفاده جدی داشته باشه طلا توی این وضعیت خیلی خوب بوده همیشه خب و نسبت به بقیه دارایی‌ها نگهداریش حالا یه مقداری راحت تر خب نمیتونیم بگیم واقعا راحت راحت باشه من خودم به توصیه نمیگم مثلا کسی بره به طلا بخره نگهداری کنه چون واقعا خطراتی داره و حواسش باشه آدم اه... نگهداریش به هر حال ولی راحت و قابل حمل تر بود تا مثلا یه چیزی مثلا ملک که نمیشد قابل حمل که نبود اصلا میخواستی یه زمانی پاشی همون کشور بری یا چیزی و اینا مثلا ملکتو نمیتوزی برداری بری دلارش شاید میشد الان امروز به اونم راحتی نمیشه Uh, خیلی شرایط خوبی رو مهیا کرده بود طلا که افراد ازش استفاده کنن برای پسنداز کردن و این اصلا تو فرهنگ ها جا افتاد حداقل فرهنگ شرقی خاورمیانه حتی هند غیره این هام. خیلی خیلی فکر کنم حتی چین هم همچین چیزی همچین رسومی دارم تو نیستم ولی هندو میدونم که هست خاورمیانه که همه میدونیم هست دور برامون تا دلتون بخواد دیدیم خودمون اینکه ازدواج میکنه نگه میدارن یا بچه مثلا به دنیا میاد وسش طلا میخرن این از اون تندنسی از اون تمایل به پسنداز کردن میاد و اینکه طلا انتخاب شده واسه این کار از یه دانش شکل گرفته از یه دانشی بوده که در گذر زمان تجربه کسب شده و افراد به سمتش حرکت کردن این فرق میکنه با اون الوکیت کردن دارایی مشخصا فرق میکنه که اصلا سوالی توش نیست چقدر تفاوت دارن این دوتا با هم و این فرق هم میکنه با وضعیت فعلی امروز که افراد اگر بخوام با پول فیات پول رایج پس انداز کنن نمیتونن پس باید دائم داراییشون رو جابجا کنن چون افرادی که با پول فیات میخوام معمولا پس انداز کنن دلیل این کار براشون اینه که خیلی خیلی مهمه واسهشون که اون پس اندازه نقد هم باشه که وقتی نیاز رو سریع بتونن استفاده کنن اینکه کالایی رو نقد بتونن پیدا کنن و راحت نگهداری کنن یا اینکه بتونن چیز کنن مثلا پتانسیل کالاهای متفاوت توی بازار چجوری باشه باعث میشه که افراد دائم در حال تخصیص دارایی به،, به تخصیص سرمایه به دارایی مختلف باشن و این پیچیدگی ها رو ایجاد میکنه که سرمایه پس انداز شبیه سرمایه گذاری میکنه در صورتی که اینا یکی نیستن اما این دوتا باز تفاوت ماهوی دارن به نحوی ما ماهیتا یه تفاوتی دارن چون ببین سرمایه گذاری کردن یه موضوعیه که ما اصولا اگه افراد انجامش میدن کلا هدفشون اینه که حریف بازار بشن خب از وضعیت بازار سود ببرن به نحوی مثلا بیت بیت مارکت مثلا میگن خب حریف بازار بشن یه سودی کسب کنن اینجور کاری رو بکنه اما انداز کردنه خب همیشه از اینجا می اومد چون خیلی هم قدیمی تره اصلا این مفهوم شاید نمیدونم قدیم تره. نظرم قدیمی تره به نظر قدیمی تره خب از اینجا میاد که اون فرد خب میخواد زمان و زحمتی که کشیده رو میخواد سیف کنه نگه داره خب شما مثلا فکرش بکنید کار کردین زحمت کشیدین مثلا مقدار زیادی مثلا چه میدونم رفتی میوه از روی درخت چیدی مثلا تو دوران مثلا زندگی بدوی خب اگه خیلی زیاد بچینی خب همش که نمیتونی بخوری خب با موقع مثلا افراد اصلا عادت بیشتری به پرخوری کردن داشتن چون سیو نمیشد که خیلی خب زیادتر میخوردن ولی باز همش که نمیتونی بخوری یعنی مثلا فکرش که یه درخت میوه چیدی ولی نمیدونی چیکارش کنی خب بدی دیگران با یه چیزی به دست می آورد راحت کار این بود که در واقع بچینیش زحمت بکشی حالا زمان بذاری و حالا بتونی نگاش داری هر این زحمتت به شکل یعنی این میوه‌هایی که چیدی نماینده اون زحمتت باشن اون زمانی که گذاشتی نمایانگر اون باشن بهترین حالتش این بود که بعد این خودش تاثیر گذاشته خب رو به وجود اومدن یه چیزی مثل پول که ما یه چیز داشتیم داشتیم داریم که اگه اینا رو مثلا دادی این یکی رو به دست بیاری و این نماینده اون زحمت و زمانی باشه که گذاشتی الان چون نه فقط الان از همون قدیم هم رو به جلو که می مثلا یه چیزی مثل میوه چون زمان کمی داشت و خراب میشد خب بالاخره از بین میرفت خب استحکامی نداشت خب فساد پذیر بود به اصطلاح فساد ناپذیر نیست تا که ویژگی های پولی نه که فساد ناپذیر باشه خراب نه این آن کراپتبل این از این کراپتبل آره این کراپتبل باید باشه خوبه خراب نشه تو کلام دو دقیقه از این اتاق مونده در باش آه آره اه و اینکه چون که خب خراب میشد میتونیم اینو کاملا شبیه به پول فیات ببینیم که ارزش از دست میده و الان پس انداز یه چیزیه خب بیشتر شبیه بیت بیت اینفلیشن باشه خب حریف تورم شدنه بیشتر هم. خب حریف اینه که شما اگه پول چیزی داشته باشی ارزش از دست نده خب واقعا نمای اون مقدار چیزی که حالت داری واسه پس انداز نماینده زمان و زحمتت باشه این تفاوت در مورد اینوستمنت و سیوینگ توی بیت the مارکت و بیت دی اینفلیشن بخوای حریف بازار بشی سود به دست بیاری یا حریف تورم بشی زمان و زحمت بعد دست سپاس الان این اتاق میبندیم دوباره برمیگردیم با یه خلاصه از این حرفایی که زدی شروع میکنم و دوباره بحث رو ادامه دوباره برگشتیم یه یعنی نکات خیلی جالبی رو زیا گفت حالا هم در آغاز صحبت ها و هم در این قسمت که داشت در مورد تفاوت های سرمایه گذاری و پسنداز صحبت میکرد و سیوینگ صحبت میکرد ما اصولا وقتی که میایم سرمایه گذاری میکنیم یه انگیزه کسب سود بیشتر شدن سرمایه داریم ولی وقتی که ما توی جامعه زندگی میکنیم مثال همون پولایی که توی خونه یه پدر بزرگت بود مهم. وقتی که توی جامعه زندگی میکنیم که این پول فیاد داره از خودش از دست میده ما میاییم دنبال یه چیز دیگه برای حفظ ارزش میگردیم و حالا مثلا میتونید مثل اون مثالی که زدی تلاهای عروسی باشه تلاهای مامان بزرگ باشه و وقتی هم که اون مثال زندگی بدوی رو زدی الان پول فیات شده یه چیزی مثل اون سیبایی که کر میخورد حالا مثال های مختلفی میشه ازش زد مثل حالا مایکل سیلر میگه ملتین آیس کیوب یه قطعه یخی که در حال صبح شده. قالب یخی که در حال زوب شدنه یا بدنی که داره خون از دست میده بعد و حالا این هم میتونیم به اون مثال اضافه بکنیم یه سیوی که داره فساد پیدا میکنه الان پول فیات اونه و ما نمیتونیم با اون پس انداز بکنیم پس انداز یک عمل ایستا هست ما پول رو نگه میداریم سن پدر شما آمده بود به خیال اینکه این پول میخواد ارزش خودش رو حفظ بکنه اون رو نگه داشته باشه چون که اونها توی دوره زندگی میکردن که تورم به این قدرتی که الان میبینیم به این وحشی که الان میبینیم نبود یه رابطه بین زخائر و اسکناس هایی که چاپ میشد بود میشد یه کاری کرد پول ارزش خودش رو از دست میداد ولی نه به این شدت میشد پس انداز کرد ولی الان یه ویدیویی هم از سیف الدین واسم فرستادی چند روز پیش که توی لانه خرگوش هم گذاشتیش سیف دین مثالی رو میزنه فکر کنم توی همون ویدیو باشه که اگر که شما خب، به طور کلی پس انداز یک عمل ایست داست سرمایه گذاری شما باید حساب کتاب بکنی و یه دارایی رو یا چند تا دارایی رو پیدا بکنی و ها سرمایه گذاری بکنی ولی سر ولی پس اندازه کمال ایستاست شما نیازی نیست که زحمت بکشی چیزای مختلفی رو پیدا بکنی همون زحمت رو که قبلا کشیدی مازادش میای ذخیره میکنی حالا مثال سیفتین فکر کنم توی همون ویدیو هم هست میگه که اگه شما پزشکی توی جامعه امروز زندگی میکنی مجبور به خاطر اینکه پول تو رو حفظ بکنی دنبال سرمایه گذاری باشی دنبال معامله گری باشی و اینها هستن که اینجوری نیست که یکی ثانیه چی کار باید بکنین چجوری بازار رو باش برخورد بکنی؟ چجوری از بازار سود به دست بیاری پس به اینکه تمرکز بکنی روی اینکه پزشک خوبی باشی مهندس خوبی باشی مجبوری نیم وقت پزشک باشی نیم وقت هم مجبوری که معامله گر باشی یا دنبال دارا دارایی هایی بگردی یه سرمایه گذار باشی و دنبال دارا دارایی هایی بگردی که بتونی توی اونها سرمایه گذاری بکنی پس نمیتونی روی کار اصلی خودت تمرکز بکنی حالا در مورد این گفتی که یه تمایلی به سرمایه گذاری وجود داشته و خب این تمایل صرفا حالا تمایل نیست یه چیزی هست که ما باید ازش برخوردار باشیم ما اصلا پول رو پیدا کردیم واسه همین این پول فیاته که این ویژگی رو از دست داده و ما مجبوریم مثل اون توی داستان آلیس در سرزمین عجایب بدویم که توی جای خودمون بیستیم به همون جایی که هستیم بمونیم و این هست که ما دیگه اون گزینه اون انتخاب پس انداز کردن رو از دست دادیم چون که هم با چون که با تورم ما سر و کار داریم دولت میتونه اسکناس چاپ بکنه و بانک ها میتونن اسکناس چاپ بکنن اینها رو به افراد نزدیک خودشون قرض بدن و ما با عواقب اون زندگی میکنیم دولت ها میتونن توی هر چیزی که میخوان سرمایه گذاری بکنن و عواقبش رو جامعه ای داره میده که داره از اون پول به عنوان یک چیزی برای, س... برای حفظ ارزش داره استفاده میکنه و این مثل همون سیب هایی هست که مثال زدی Uh, و اون ویدیو هم گویا روی uh, ویدیوی که از سیف الدین که بهش اشاره کردم uh, توی لانه خرگوش الان آماده است اگر آماده است میتونیم لینکش رو هم به طریقی بذاریم حالا اگر آره. دیگه. توی اینستاگرام لانه خرگوش و تو کانال تلگرام زیاست کانال تلگرام خودم این دوتا ویدیو هاش هست هم اون هم ویدیو مایکل سیلر اتفاقی خوب بود بهش اشاره کردی مثلا یادم رفته بود که اون ویدیو هم منتشر شده و اون ویدیو هم باز در مورد همین موضوع خیلی هم توضیحات جالبی میده همین ویدیو سیف اصلا اینجوری اصلا خلاصه حرفش اینه که میگه مگه کار من سرمایه گذاریه مثلا من کارم یه چیز دیگه است مثلا ورزشکارم دکترم نمیدونم فوتبالیست نمیدونم چه میدونم نجارم من نجار چرا باید مثلا دنبال این باشم که چجوری باید سرمایه گذاری کرد تکنیک ها استراتژی ها مثلا مارکت رو سعی کنم تشخیص بدم روند پیدا کنم فلان کنم نمیدونم استاپلا استراتژی مثلا ورود و خروج به بج... نمیدونم مارکت اون یه کار جداست یه کار تخصصی خیلی پیچیده است که هر کسی از پسش بر نمیاد بعد من که نجارم مثلا تخصصم اینه حرفم اینه تو اون کار خیلی خوبم تو اون کار باید پیشرفت کنم مثلا میخوام پیشرفت کنم که میتونم وقت ما بذارم سرمایه گذاری هم یاد بگیرم اونم انجام بدم نمیشه که همه سرمایه بشم ولی متاسفانه شده چون این تورم یه جوریه که همونطور که همون سیف هم بهش اشاره میکنیم یه الان وضعیت تورم یه جوریه که باعث شده که افراد همه مثلا دنبال سرمایه گذاری هم برن مجبور باشن که به مالش برن و خب چون کار سختی هم هست خب یعنی مثال خیلی باحال هم میزن میگه اون شرکت هایی که سرمایه گذاری میکنن یه شرکتی هم واسه خودشون کلی تیم دارن کلی به اصطلاح خودش مث دارن کلی آدم که خوری ریاضی و آمار رو نمیدونم عدد و رقم و اصلا واسه اون کار حقوق میگیرن دارن پول میگیرن و با کلی کامپیوتر حرفه‌ای و فلان اینا نشستن که سعی کنن یه سرمایه بکن یه چیزی انجام بدن خب و اون وقت ما انتظار خود ما هم مثلا بتونیم هم به همین سادگی مثلا انجامش بدیم و حریف مثلا بازار بشیم اون هم بازار که کلا این ماجرای همین ترید کردم به عنوان مثال خب یه به اصطلاح میگن یه زیرو سام گیم دیگه یه بازی برنده صفر که در واقع شما واردی بازی داری میشه که یه حریفی داری اون سمت یه باره رقیب هست اونور که تو وقتی سود میکنی از جیب اون سود کردی و اون ضرر کرده و این یعنی که نشون میده که یه شرایط پیچیده ای داره به این راحتی ها نیست پس اینجوری نیست که شما به همین سادگی ها در نظر بگیری که بگی مثلا میدونی که خیلی مکانیزم پیچیده تری داره یه بازی پیچیده است خب نتایج غیر معلومی داره خب اوتکامش واقعا ایندفینیت معلوم نیست اصلا چیه و شما قراره اون اوتکام حدس بزنی و بفهمی چی کار باید بکنی که این یه چیزی نیست که افراد به همین راحتی مثلا بتونن انجام بدن حتی شاید بعضی جوابشو بشه گفت مثلا قمار کردن خب راحت تر باشه از کردن چرا چون از قبل یه جورایی نتیجه رو میدونی از قبل میدونی که اگه این یکی بیاد برنده ای، همه اینها که بیاد بازنده ای و احتمال باخت خیلی بالاتره چون هم قمار شناخته شده اساس افراد اما سر... در واقع همین معامله گری و ترید کردن و حالا سرمایه گذاری کردن اون شکلی برای خیلی افراد مشخص نیست که همچین بازیه خب برنده و بازنده داره و قمارباز شاید تکلیفش مشخص مشخص باشه اون قماربازه اصلا چه میدونم اصلا قمار ما هم چیز داریم پرابولیستیک داریم به اصطلاح و هم بر اساس احتمالات و اینها داریم هم ترکیبی از احتمالات داریم و بازی اینکه چه مهارتی شما داشته باشی و غیره و اینها اونجا این شکلی نیست اونجا دیگه توی بحث ترید کردن دیگه واقعا شما با این نتیجه کاملا نامعلوم طرفی خب چه احتمالات میگه مثلا هر مقدار مثلا چیز اینجوری میاد مثلا شما این همه دست ممکنه به چرخ بالاخره یه دست خوب مثلا ممکنه بیاد اونجا این شکلی نیست خب ممکنه شما بری سراغ مثلا ترید کردن مثلا حالا بخصوص سایت کریپتو مثلا خیلی قشنگ میشه سراغ مثلا سایت کردن یه شیت کوینی مثلا بخری فقط بره پایین تا ابد <تص> دیدی بچه ها مثلا شوخی میکنم میگن مثلا به هسته زمین برسه تا قر حرکت کنه دائم در حال ریزنش باشه مثلا ماجرایی بود که واسه یک کوین رو اتفاق افتاده بود لیونا خیلی بچه میگفتن میگفتن ناره. میگفتن اه. یه چیز جدید یاد گرفتن همه افراد اون هم که وقتی یه دارایی 99 درصد دار خود ارزش خودش از دست داد فرداش باز دوباره میتونه 99 درصد ارزش خودش دست بده چون <تصفح> 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 مثلا 100 دلار باشه شده یه دلار 99 درصد از دست داده اون یه دلار هم بشه مثلا یه سنت و 99 درصد دوباره ارزش حد دست بده و دائم همینجوری باشه این خیلی فرق میکنه با بالاخره قمار کردن مثلا پوکر طرف بازی میکنه بالاخره سعی میکنه مثلا یه استراتژی بچه عقب میدونه که اصلا کسایی که دور میزن حریفاشن اینان خب و سعی میکنه وارد این بازی بشه اینجا نه اصلاً با, با شرایط کاملا نامعلوم غیر قابل حتی مثلا تصور خب طرف <تصفح> همین خیلی فرق میکنه ویدیو سیلور هم خیلی باحاله اونم خیلی مثاله جالبی حالا بیشتر در مورد تورم میزنه که یه مقدار متفاوته با این موضوع ولی باز خیلی ارتباط زیادی داره که حالا اونم توصیه میکنم یه نگاه بندازین خب ویدیو باحالیه حالا حالا این دو تا ویدیو رو هم لینک میکنم ویدیو سیلور رو که تا... تا... فراموش نخواهم کرد چون که خودم مشارکتی درش داشتم <applause> و سیف الدین که دا انجام دادی که کلدن خاصی بهش داریم <applause> بعد حالا تو خلاصه یه دوباره از حرفات بگم این که توی ایران این همه مخصوصا تو سالهای اخیر بورس باب شده به خاطر همین هست که ما فهمیدیم واقعا یعنی نیازی نیست که آدمی باشی تفکر متفاوتی داشته باشی کافیه که توی جامعه زندگی بکنی یه بقالی داشته باشی یه تاکسی داشته باشی یه معلم باشی هر کاری که داشته باشی فرقی نمیکنه داری با واقعیت زندگی دست و پنجه نرم میکنی پولی رو که داری داشتی پس انداز میکردی حاصل دست تو کلی عرق ریختن و آفتاب خوردن و اینها یا گشت و تخت خوردن اومدی جمع کردی که مثلا باهاش یه ماشین بخری از اون مهمتر یه خونه بخری که یه سقف بالای سرت باشه ولی میبینیم واقعا توی یک شب ارزش خودش رو از دست داده و اینجوری هم نبوده که یک بار این اتفاق بیفته که یک شب حالا نیمی از ارزش خودش رو از دست بده دوباره باز جلوتر که میره یه چند ماه میگذره دوباره باز هم ارزش خودش از دست میده به این نتیجه رسیده که واقعا گویا نگه داشتن پول دستوری ایران ایده خوبی نیست حالا خود من توی کشوری زندگی میکنم که اون شرط تورمی رو نداره ولی نگاه به کالا ها که میکنم اندازه ها رو میبینم یا عوض شده یا قیمت ها رفته بالا اندازه کوچولو شده یه کره که مثلا بزرگتر بود الان کوچولو شده همون قیمته یا مثلا استیکی که بود یه تیکش کاغذ روش هست قبلا زیر اون قسمت کاغذی هم گوشت بود دنباله استیک زیر اون کاغذه بود الان یهو کاغذه رو باز میکنه میبینی کلا زیرش خالی است فقط اون تیکه پایینش استیک بوده ولی ولی قیمت چیه قیمت همونه و حتی توی بعضی موارد بیشتر از اون چیز قبلی هست و این اتفاق توی یک سال افتاده پس ما حالا شاید مثلا توی یه اینجور جامعه یک کم زمان ببری که فرد فهمه که واقعا تورم یه واقعیتی هست که خیلی غیر عادیه ولی توی ایران هر کسی میدونه که خیلی غیر عادیه باید یه چاری دیگه ای بجویم و خب خیلی معامله کردن حالا سرمایه گذاری کردن اینها رو دنبال میکنن باز یه تفاوت دیگه هم یعنی بین معامله گری و سرمایه گذاری بخوایم سریف سرشار بکنیم حالا یک کم نظر شخصی منه توی معامله گری حالا به جز اینکه در جهت فروش هم میتونی شما سود بکنی یه ویژگی دیگه که داره اینه که کوتاه مدت تره تا حالا سرمایه گذاری سرمایه گذاری میتونه بلند مدت تر باشه و گاه سرمایه گذاری میتونه برای رسیدن به یک هدف باشه مثلا روی یک پروژه داری کار میکنی توی اون پروژه سرمایه گذاری میکنی به این هدف که بخواد افزایش پیدا بکنی توی, توی پس انداز ما صرفا میخوایم اون ارزش رو حفظ بکنیم یا خوشبینانه تر از اون این یعنی توی یه جامعه ای که ما پول سالم داشته باشیم این حتی میتونه ارزش افزایش پیدا بکنه چون که کارآمدی بشر بهتر میشه الان کامپیوتری رو که اول خودم یه زمانی داشتم در نظر میگیرم که هولوش یک میلیون تومان اون زمان بود و یه گوشی خیلی ساده ای که الان دارم و خیلی کو... کوچولو هست و سی پیوی این چندین برابر اون کار کرد داره و قیمتش به اضافه خیلی از کاربورد های دیگه که داره گاه از اون هم ممکنه کمتر باشه پس در حال چه مارکی بخریم به خاطر اینکه ما یاد گرفتیم که چجوری کالاهایی رو بسازیم با صرف انرژی کمتر و با صرف انرژی کمتر کارهای بیشتر رو انجام بدیم پس ما باید قاعدتا پولمون اگر ارزش خودش رو حفظ میکرد باید میتونست چیزهای بیشتری بخریم. ولی نه تنها چیزهایی بیشتری نمیخره بلکه ارزشش رو به شدت با شدت خیلی زیادی از دست میده و ما مجبوریم دنبال راههایی بگردیم برای سرمایه گذاری ولی توی مثال توی قسمت صحبت، قسمت قبلی صحبت ها اشاره کردی به طلا و بعد از این بیشتر روی این طلا صحبت میکنیم و میریم سراغ چیزی که ازش صحبت نکردیم و کلن زیارو رو به اون نام میشناسین یعنی بیت کوین بریم سراغ اصل مطلب که بیت کوین اینجا چه نقشی داره نقشه خیلی خوبی داره <laughs> <laughs> من یه چیزی اون روزی دیدم تو تویتری که نوشته بود خیلی بال بود حالا فکر کنم مرتبطه یادم نمیاد کی بود نوشته بود نمیدونم از این برابرش ترزور بود کی بود نمیدونم نمیدونم نوشته بود the world, is, the world is desperately searching for a method to store wealth without counterparty risk Bitcoin could potentially play such a role for the whole world بعد رفعه میکردم و اون وقت یه سری آدم ها توی همچین شرایطی دارن تریدش میکنن هم بیتکوین خوب خودشون در معرض اصلا از دست دادن no. میکنن یعنی اینقدر مثلا پتانسیل داره انقدر مثلا چیز مهمی میتونه باشه چیزی که حالا گفته بود فارسی هم بگم که سعی میکنم نه. فارسی بگم ز سخته خب یه کل دنیا داره به شکل آجزانه و ناامیدانه خب دنبال یه روشیه برای حفظ سرمایه و حفظ ارزش و اون روش جوری هم باید باشه که ریسک یه واسطه یه کانترپارتی یه ریسک ریسک به خلاصش یه کنه و ریسک نداشته باشه واسه هر و همه دنیا دنبال همچین چیزی دارن میگردن و بیت کوین خیلی پتانسیل داره که همچین چیزی رو برای افراد بیاره چون خیلی فرق میکنه با پول فیات مشخص خب مشخصا که تحت کنترل دولت، و کانترپارتی ریسک کاملا داره ریسک داره خیلی فرق میکنه با مثلا یه چیزی مثل طلا که حالا حمل کردنش واقعا سخته خب نمیشه اون سرمایه رو مثلا به راحتی انتقال داد نگهداریش فوق العاده سخته خب خیلی فرق داره با اینها و به خاطر این خیلی پتانسیل داره که همچین چیزی بشه در آینده خیلی تو این ویژگی‌هاش خوش برتری نشون میده اصلا برتر انگار بیت کوین و اون وقت افراد میان تریدش میکنن یعنی اون بیت کوین میارن تریدش میکنن مثلا من فکر میکنم که اصولا خیلی کار اشتباهیه خب که تو بیای همچین چیزی که اینقدر الان دنیا بهش احتمالا نیاز داره شاید در آینده این بهش نیاز داشته باشه که اون وقت یه جایگاه بسیار ویژه و ارزشمندی تو جهان داشته باشه و نقش خیلی مهمی رو بازی کنه رو تو برداشتی داری باش بازی میکنی نه نه میگم من نمیگم حالا لزوم احمقانه ولی میگم خیلی خطرناکه اگر که همون رو نگه داری خیلی به صرفه تا اینکه بخوای باش بازی بکنی انگار مثلا یه تاج خیلی گرمبه هایی داشته باشه یه پرتش بکنی بالا بخوای <تصح> بگیریش خب خیلی خطر <تصح> <ده. سیدمبر تصح> داری من برداری پرت کنی خب شاید همه اندازه سرگرمت کنی ولی اون تاج مثلا بر پرت کن خب اصولا <تصح> شاید کار عاقلانه باشه بری با اون سیبه بازی کنی خب بری با چه میدونم با درگیری یه چیز دیگه ای بشه که مثلا بخواد حالا اینجور سرمایه گذار شد اون بیسکوینه رو بهتره آدم نگهش داره خب داشته باشدش مثل تله ماما موضوع هر وقت نیاز شد شاید مثلا خیلی ضروری بود واسه آدم اون وقت بفروش و استفاده کنه ازش مثلا واسه زندگیش ولی نه اینکه که ات... تریدش کنی خب به هر حال میخواستم با این شروع کنم خب و چون خیلی صحبت از حالا برحال ترید و اینها بود این مرتبط بود ما خیلی توی بحث مثلا ترید و سرمایه گذاری و اینها گفتیم که کلا هی کسی میاد سرمایهش رو الوکیت میکنه جاهای دیگه تخصیص میده به دارای متفاوت و اینها وقتی یه فردی میاد مثلا کوین رو خب استفاده میکنه و اون وقت اون سرمایه رو میاد تخصیص میده به چیزی دیگه و دائم الوکیتش میکنه و توی همچین بازاری که مثلا خیلی حال خیلی شرایط نامعلومی داره خب و تو همچین سرمایه ای که اینقدر گرانبها ها میتونه باشه رو میبری الوکیت میکنی یه جای دیگه شاید بهتره که شاید هنوز واقعا ارزشش رو متوجه نشدی که الوکیتش کردی یه جای دیگه خب و تخصیصش دادی الان و جای جای انگار عوضش کردی اون سرمایه رو الان بیت کوین چیز دیگه ایه و شاید این خودش نشانه ایه که به اندازه کافی خب اون فرد ارزش اونو نمیدونه خب و احتمالا خب بهتره که بره دست یه نفر دیگه که ارزشش رو میدونه و با این دید تو بازار خب شما شاید اگه بخوای همچین کاری رو بکنی اون وقت خودتو سرزنش کنی خب یعنی الان یه بهونه برای سرزنش کردن خود فرد افراد دادم ولی بهونه اگه حالا تاثیر گذار بود بهم بگین که آیا باعث جلوگیری از این وضعیت شده یا نه آره به هر حال این بیت کوین خیلی این ویژگی ها رو هم از جهات مختلفی همین که فساد نافذیره هم قابل هم و راحتی یعنی قابل هم که چی بگیم مثلا کلا تکون نگم رو کنیم توش که هست شما کافیه حتی حالا روشی که توصیه نمی کنیم ولی این هم حتی ممکنه برای شرایط خیلی خاص شما میتونید با حفظ کردن دوازده می کلمه دو توی ذهنتون کوین داشته باشید و هر جای دنیا خاصی برید هر جای خاصین بعد اون بیت کوین رو ریستور کنید و استفادهش کنید بفرستیدش استفاده کنید ازش این یه چیز واقعا آ... زده گلوله است واقعا یعنی چیز خیلی قدرتمنده در مقایسه با بقیه آپشن هایی که اینجا وجود داشتن برای اینکه یه شخص بتونه باش بس انداز کنه و اون سرمایه رو حفظ کنه و داشته باشه به معنای واقعی هم مقدار محدودی داره و این یکی دیگه از اون ویژگی هایی که باعث میشه که در مقایسه با پول های دیگه که مقدار محدودی معمولا هیچ کدومشون ندارن و دائم به همون دلیل اصلا فساد میپذیرند و ارزش از دست میدن اینجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که توی حالا دوره طولانی بیت کوین کم کم همیشه ارزشمندتر از ارزشمندتر بشه من اینو البته از خودم نمیگم یعنی حداقل تاریخش اینجوری تا نشون داده ولی معلوم نیست شاید هم اینجوری نشون نده به عنوان به اصطلاح چه میگن اینوستمنت ادوایس در نظر نگیرید از من ولی کلا تاریخش اینجور چیزی بوده و حالا شاید در آینده هم همچین چیزی باشه و با تجربه این ویژگی ها خیلی ابزار مناسب برای پس انداز کردن <applause> و اینو ما میتونیم اصلا تو فضای بیت کوین هم زیاد ببینیم یعنی من و تو الان نشستیم اینجا در مورد این موضوع صحبت میکنیم ولی هر جا بری در مورد این دارن صحبت میکنن فقط نیستیم خیلی در مورد اون به اصطلاح یه،, عبارتی واسه بیت کوین بعضیا میگن میگن سیوینگز تکنولوژی 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 خیلی خیلی اصطلاح است جذاب و جالبیه که مثلا تکنولوژی انداز کردن انداز کردن خودش یه روی کرد. یه, یه فرایندی هست که تکنولوژی پذیره خب تکنولوژی میتونه واسهش به وجود بیاد و این خیلی جالبه خب همونطور که حالا زابو اشاره میکنه که پول خودش یه جور تکنولوژیه که به وجود که جهان رو مقیاس این هم همچین ویژگی داره که این اصطلاح باحالیه جالبه خب من ازم خیلی جای فکر کردن داره که چرا اصلا همچین چیزی جا افتاده و به سمتش رفتن به جز اون روایت اینکه پیشرفت پول حالا حداقل بعضی روایت ها را. حالا بعضی جور دیگه میبینن ولی پیشرفت پول رو به این شکل میبینن که از پیشرفت شکلی گیری یک پول رو در واقع از فرایند اول ذخیره ارزش سور و بودن و بعد مثلا میدیوم اف یعنی این دوتا رو به این شکل میبینن یعنی حفظ ارزش در اولویت بینن حالا میگم بعضی هستن که برعکس اینو میگن خب ولی از مکتب و مدرسه دیگه مثلا به این مسئله میگن حالا شاید اینم جای بحث دیگه داشته باشه که الان جاش نیست ولی اگه با این دیدگاه بخوایم نگاه کنیم هم اینو داره انجام میده و این 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 روند شکلی گیری یک پول رو داره طی میکنه که اول حفظ ارزش میکنه و این حفظ ارزش کردن کاملا است با اینکه بتونه نیازهای پسنداز کردن یک فرد رو در واقع برآورده کنه یه مدت پیش خیلی همین اخیر میشه شاید آره میشه روز شنبه یعنی کمتر از یک هفته پیش یه عزیزی ازم پرسید که بیت کوین رو واسش توضیح داده بودم من پرسید که چیزی هست مثلا تکنولوژی هست که تو بگی که بگی بیت کوین شبیه اونه من یه پاسخ ای دادم و یه،, یه کم بعدش به نتیجه رسیدم که خیلی میتونستم پاسخ راحت‌تر بدم اینجوری پاسخ دادم که بیت کوین قابل مقایسه نیست چون که از خیلی لحاظا اول بوده یه ترکیب خیلی زیاد زیادی از چند تکنولوژی بوده مثلا تورنت رو گفتم مثلا موب او اوپن سورس بودنش و اینها رو گفتم و این که حالا دیسنترالایز هست و الان هم دقیقه بیشتر وقت نداری ما باید رو عوض بکنیم احتمالا ولی میتونستم خیلی ساده بهش بگم که تو پول رو در نظر بگیر طلا رو در نظر بگیر بیت کوین همون طلاست ولی بهتر از طلاست میتونستم به همین زادگی جوابش رو بدم که اون چیزی مثال سیپ ها رو که زدی اینه که سیپ ها مشکلشون اینه که کر میخورنشون نمیشه نگهداریشون کرد طلا این مشکل رو نداشت طلا ابدیه تا اونجایی که میدونیم و به خاطر همینه یعنی اینجوری نیست که ما فکر کرده باشیم که حالا طلا گزینه خوبی حساسی پول شدن در واقع حالا خودش رو ثابت کرده به عنوان یک حامل ارز یه استور ولیو،, ولیو بودن خوب که آره همون، حامل ارزش بودن خوب که از بین نمیره فساد ناپذیره و به خاطر همین چیزی هست که میتونیم روش تکیه کنیم برای اینکه اون مازادی رو که تولید کردیم توش بخوایم ذخیره بکنیم و توی یادداشتم نوشتم اون کاونترپارتی ماشين کانترپارتی ریسک و یا مثلا ریسک طرف مقابل حالا سوم شخص چون که ثرد پارتی میشه پارتی ریسک طرف, طرف مقابلی طرف مقابلی در کار باشه اینجوری در نظر بگیریم بهتره مثلا ریسک طرف مقابل ریسک طرف معامله داشتن حالا این هم برای اشاره به صحبت ها در مورد نگهداری و جابجایی طلا تلا و بیت کوین گفتی خب من الان یه نمایی از اتاق من رو دارید یه کمد چوبی رو پشت سرم کنار دستم میبینید و اینها مطمئنا اینا جای خوبی واسه یه نگهداری حتی پول کاغذی هم نیستن دیگه چه برسه به طلا چون که هر کس که بیاد حالا این رو هم اضافه بکنم که هیچ کدوم از این کشوهایی که من دور برم دارم و کمد که دور برم دارم قفلم ندارم راحت میشه بازشون کرد توی اینها من, من نمیتونم طلا نگه نگه دارم. ولی با اون دوازده کلمه بیت کوین من میتونم اون اون بیت کوین رو باز یابی بکنم و لزومی هم نداره البته توصیه نمیکنم ولی لزومی هم نداره که اون رو جایی یادداشت بکنم اگه واقعا میتونید دوازده تا کلمه رو حفظ بکنین و انتقالش بدین خب good for you ای hey, والا well. ولی نگهدارش به همین سادگی هست و هر مقداری هم میتونه باشه اگر طلا 100 گرم داشته باشم یه مقدار استفاده یه مقدار ذخیرش راحت تره اگر شد آ... یک کیلوگرم طلا دیگه واقعا باید یه راه دیگه پیدا بکنم واسه نگهداریش اما بیت کوین همون دوازده کلمه رو میتونم استفاده بکنم برای نگهداری یه بخشی از بیت کوین یا میتونم نگه... استفادهش بکنم واسه نگهداری چند بیت کوین میتونیم پیچیدش بکنیم امنیتش رو افزایش بدیم ولی باز ممکنه و جا جای متفاوتی هم, هم نمیگیره و جا به هم هست ما طلا رو مجبوری به صورت فیزیکی جابجا جا بکنیم ولی وقتی که فناوری داریم که یعنی ما در دنیای دیجیتال زندگی میکنیم میتونیم از این استفاده بکنیم به عنوان یه چیزی که بتونه ارزش رو برای ما جابجا جا بکنه و گفتی یه سیوینگز تکنولوژی یه صحبتی که قبل از ضبط هم زدیم که بیت کوین میکس سیوینگز گریت اگن دوباره میاد سیوینگ رو به اون درجه اعلایی که قبلا داشت میرسونه بیت کوین چون که واقعا ندرت داره فساد ناپذیره جابجاییش راحته در فضا، فضای فیزیکی و هم در فضای زمانی و همه این دلایل و صورت بالایی که داره میتونه بهترین حامل ارزش باشه برای دنیایی که اینترنشنال همه ملت ها با هم تعامل دارن قبلا اگر که بخوا... ما اگر بخوایم برگردیم به طلا که واقعا غیر ممکنه بتونیم معاملات بین بین کشوری به اون راحتی انجام بدیم مگه اینکه بخوایم اعتماد بکنیم که باز ما نتایج این اعتماد رو دیدیم که چه طبعاتی داره این روم هم داره پنج دقیقه تموم میشه نظر چیه که این رو قطعش بکنیم بریم یه اتاقی و صحبت های پایانی رو بکنیم بذار اینم شاید بعد ولی قبلش بگم چون رب به اون قسمتی داشتی گفتی خواستی مثال بزنی میتونی جواب کوتاهتری با مقایسه طلا بدی ساتوشی ناکاموتو که سازنده بیت کوین خودش بارها و بارها از طلا برای مقایسه درک بهتر بیت کوین استفاده کرد و حتی تو وایت پیپر هم یه جایی برای ماینینگ به استخراج طلا اصلا تشبیه کرد خب. و خیلی آره خیلی بهش من الان داشتم چک میکردم میخواستم ببینم مثلا تعداد دفعه‌ای که طلا رو گفته واضحه میشه مثلا حسابش کردیم اینقدر زیاده نمیتونم مثلا حساب کتاب پذیر نه توی <applause> وایت پیپر یا به طور کلی گفته به طور کلی توی همه صحبتاش تو فورم پوست ایمیلاش توی وایت پیپر یه دو جایی فکر کنم سر ماینینگ اشاره کرده که مثلا میگه نمیدونم مثل استخراج طلا باشه واقعا با تشبیه صحیحیه و راحته یعنی میگه که هوکی مثل ولی تو خیلی چیزها بهتره تو چه چیزهایی بهتره رو به نظرم یه گفی بعدا در موردش بزنیم یعنی دقل توی سشن بعدی حالا این قطع کرد اوکی اتاق بعد بعدی از همونجا شروع میکنیم خب رفتیم به اتاق جدید از همون جایی که به پایان رسوندیم ادامه میدیم بیت کوین توی چه چیزهایی بهتر از تلاست ببین طرفدارهای طلا مثل پیتر شیف اینا <applause> و طرفدارای دیگه طلا حالا شاید نیاز سی خارجی باشه همینجا هم که هستن احتمال شاید ممکنه خیلی جای بحث داشته باشن در مورد مثلا چه چیزایی که شاید خیلی هم انتقاد داشته باشن بیان بگن اینجوری نیست نه مثلا بیت کوین بهتر است طلا نیست اما خب ما میتونیم یه آرگومنت رو مطرح کنیم به شکل آرگومنت یه بحثی رو مطرح کنیم حالا دوست داشتم پاسخ بدن اگه احیانا این ویدیو رو دیدن باز من هم جذابه که حالا گفا گفتی داشته باشیم باشون اما من چند تا ویژگی میتونم ببینم ببین اه... یه سری ویژگی ها برای پول یعنی اه... یه سری اهداف و کاربردها ها برای پول در, در, در نظر گرفته میشه معمولا یه سری هم ویژگی ها, ها با... <تصفح> که ویژگی یعنی اون خیلی که باید داشته باشه اون خصلت هایی که باید داشته باشه که یه چیزی پول بشه یعنی ما الزامن هر چیزی رو به عنوان پول استفاده نکردیم تو گذر زمان خب مثلا معمولا چیزایی استفاده میکردیم که خب خراب نشن به این راحتی چون ویژگی نگهداری پول خیلی چیز مهمیه که بتونه آدم طولانی مدت داشته باشدش برای همین چیزایی که خراب میشن پول نمیشدن هیچ وقت Uh, یه چیزی دیگه هم که بود تقسیم پذیریشه که بشه ریزش کرد کوچیک در مقادیر متفاوتی ازش چیز کرد خب استفاده کرد مثلا این مثال خیلی ساده اینه که اگر ما یه گاو رو مثلا پول حساب کنیم شما نمیتونی رونش رو بکنی بدی به کسی خب گاوه میمیره بقیهش بقیهش هم از بین می میره شما یه مقداریش رو بکنی بقیهش هم از بین می میره uh, یا اینکه مثلا اگر تقسیم پذیر نباشه اون وقت مجبوری با یه نرخ ثابتی فقط توانایی معامله داشته باشی یعنی چی یعنی اینکه اگر به عنوان مثال یه چیزی مثل مثلا بگیم یه الماس خب به عنوان پول بخواد استفاده بشه اون وقت مجبوری که اون الماسا رو فقط با مثلا یه فراری لامبورگینی یه چیزی بخوای معاوزش کنیم کنی نمیتونی باش مثلا هزینه چمه بگوشی های چون میده گوشی موبایل یا لپتاپ برای خودت چون قیمتش خیلی بیشتره و نمیتونی بهش یه تیکش رو بدی مثلا یا شاید هم بشه من نمیدونم ولی خب به هر حال خیلی چیزا هستن که نمیشه راه راحتی شوکند و یه تیکه ایشون رو داد و همچنان ماهیت خودشون رو داشتن هم. همچنان اون ماده هستن ویژه یه دیگه ای که هم مثلا معمولا داشتن اینه که محکم باشه خب این هم باز استحکام از همون چیزی میاد از اون ایده میاد که در واقع خراب نشه مثل بحث فاسد شدن آره همچین ویژگی های کلن خب برای پول در نظر میشه از جمله یه سری ویژگی های دیگه بازم هستن یک فکر کنم یه دنیا دیگه ویژگی جالبی که اینجا باز محتویت بحث ما میتونه باشه که بد نیست این هم بگم بعد بریم سراغ بیت کوین اینه که به راحتی هم قابل تشخیص باشه خب یعنی اینجوری باشه که آره اصلا از جهلش بتونی راحت تشخیص بدی از فیکش رو بتونی مثلا جدا کنی از هم دیگه و بگی این اصلی است اون یکی جهلی است آره اینکه مقدارش محدود باشه و فلان اینها که اصلا دیفالت خب پیش فرض ما اینه که باید مقدارش محدود باشه و ارزی محدود یا سقف محدود داشته باشه چون بالاخره خب مشخصه اگه پول سخفی نداشته باشه هر تعدادی که هر کسی بخواد هر مقداری بخواد بتونه ازش به دست بیاره اون وقت دیگه خیلی معنی پول نمیده مثل اینی که مثلا شما ساکن صحرا باشی بعد خاک صحرا رو بگی این مثلا پوله بی نهایت ازش وجود داره این هیچ معنی برای ارزش نمیتونه داشت ایجاد کنه هیچ هیچ جور نمانگر ارزش نمیتونه باشه و خب طلا خیلی از اینا رو داره خب هم همه رو نشاید ولی خیلی داره یا تا یه حدی از رو داره پول های دیگه ای بودن در گذشته خب استفاده میشدن مثلا صدف خب صدف دریایی خب استفاده پولی داشته یه زمان هزاران سال پیش اما مشکل یعنی اون صدف خراب نمیشه بالاخره خب خیلی جسم سختی استحکام داره خب مثلا یه سری مشکلات مشخصا داشته اینکه بالاخره میشه نمیشه رو به راحتی تقسیمش کرد تیکه تیکش کرد خب و اینکه مثلا آب نمیشد مثلا مثل تلاوگیم آبش بشه شد بشه کرد و بعد تیکه های کوچیک ترش کرد یا سکه های ریستری درش در آورده در ازش همچین کاری باش نمیشد کرد با صدف بعد یه سری مشکلات یعنی داشته و بزرگترین مشکلش این بود که خب اون اوایل که صدف شروع شد به استفاده به عنوان پول اینجوری بود که خب کسایی که کنار دریا بودن مثلا اینجوری بودن که اون صدف ها رو انگار کردن تو پاچه بقیه و شروع استفاده کردن ازشون اونایی که کنار دریا نبودن باید مثلا می اومدن مثلا چه میدونم گندم و اینم چیزای ارزشمند میدادن صدف تو اون کسایی که کنار دریا بودن از کنار ساحل جمع میگن صدف میدادن به اینا و خب بعد بقیه یاد گرفتن گفتن خب ما هم میریم صدف میاریم دیگه خب ما هم میریم سمت دریا قایق درست میکنیم میندازیم تو آب میریم. سمت دریا خب هر چیه هست اونور ببینیم مثلا اونجا کنار ساحل صدف جمع میکنه ما هم دیگه الان پول داریم خب و خب این جواب نمیده مشخصا یعنی ارزش محدود نیست زیاد بود خب و این دلیلی میشد که مثلا این چیز صدف جواب نده در گذر زمان توی شرایط جغرافیایی تاریخی متفاوت بعضی کالاهای خاصی مثلا من تا اشتباه نکنم شنیده بودم که زیره به عنوان پول حساب شده استفاده شده یه زمانی تو ایران مگر در کرمان احتمالاً آره شاید بین تاجرها یا همچین چیزی مم. چون هم تقسیم پذیره هم ماندگاریش خوبه هم مثلا توی دوره های مثلا محدودی نه اینکه طولانی مدت باشه در کل افراد به این سمت حرکت کردن که اوکی این مثلا ما صدف استفاده کردیم یا, یا توی کلمه کلام مثال بیشتر مثلا سالت که اصلا سالری گوی از اون گرفته شده نمک برای به حقوق کارمندهای های ارتشی های رومی سرباز های رومی بوده چه بیچارهایی هایی بودم سرباز هست سرباز های ایران هم وزشون بدتر بود که نمک میگیره. نمک میدادن فشار خون داشتن همه اونجوری بخواه نمک ها استفاده کنن بعد آره مثلا بجز مثلا حالا باز نمکم آره شنیده بودم چیز بالی نمکم واقعا از این نگاه مندگاریش هم بالاست خرابم که نمیشه خودش چیز در واقع ضد خرابیه هر شب گندت نمکش میزنن نمکش میزنن اون بازم داشتیم بازم چیزهای مختلفی میگم مثل استخونه مثلا یه سری چیزا رو نمیدونم که تراشیده بودن مثلا این قبایل مثلا در واقع توی قبایل قبائل... ایندیانش میگم سرخ پوستا توی آمریکا خب یه پولی داشتن استفاده میکردن چی بود فکر کنم همین تیکای استخون بود یا یه جور تیکای صدف بود همچین چیزی بود بعد خیلی هم اتفاقا فکر به مدت مثلا چند دهه شاید خیلی قدرتمند بود اون پول به شکلی که مهاج در واقع کسایی که وارد آمریکا شده بودن از مثلا کشورهای دیگه اومده بودن و سکه رو به عنوان پول مثلا میشناختن استفاده میکردن مجبور شدن از یه مرحله به بعد پول این بومیان رو بپذیرن تا یه چند دهه تا بعد مثلا برنامه ریختن این تو مقاله نیکس آبا در موردش خواستگاه های پول رو توی وبسایت من به فارسی بیت کوین هستش ترجمهش توی بخونیدش خیلی مقاله جذابیه همه اینها بودن خب همه این به نحوی ویژگی رو بالاخره داشتن سیستم هایی در اومده بود همون چیز پول بومیان آمریکایی رو مثلا Uh, حتی سیستم وامدهی و اینا باش رو انداخته بوده این کارا میکرده حتی پیشرفت کرده و ابزارهای مالی واسش توسعه داده بوده حتی uh, اما در نهایت اون چیزی که فراگیر شد و فراگیر بود برای هزارها طلا بود چرا چون که همین ویژگی رو کنار هم خیلی خوب داره و خب این باعث شد که خب یه چیزی برتری باشه که میگم هزارها ها مثلا استفاده میشد بعد ها که پول فیات وارد ماجرا شد که اصلا خیلی از این معادلات عوض شد به قول هایک توی اون مصاحبهش در مورد این میگفت میگفت که اگر هم ما ارتقایی در مفهوم پول از ابتدا تا به امروز داشتیم این ارتقا به هدف حکومت و حکمرانی و غیره و اینها بود که خب این هدف اشتباهی هدف پول ارتقای پول برای خود پول نباید برای این اهداف باشه ما که کار نداریم که پول فیات چقدر اشتباه کلا و تقریبا اغلب این ویژگی ها رو هم نداره خب و اصلا ماهیتن هم الان متفاوت شد دیجیتالی شده غیره اینها اما بیت کوین رو وقتی با همه اون ویژگی ها نگاه کنیم خیلی خوب خودشونشون نشون میده خیلی تقسیم پذیره خیلی راحت خب کد نرم افزاریه یک کلیک میتونی هر عددی هر مقداری خاصی تقسیمش کنی توی کلامت هم یه چیز دیگه اضافه بکنه یه عکسی بود که عکس تنزی بود توی توییتر نوشته بود یه کوری زوب طلا بود و نوشته بود پیتر شیف وایل while paying for his grocery اگه تلا رو بخوای تقسیم میکنیم به قسمت های کوچیک تر اون سه که تلا رو زوب بکنی کوچیکش بکنی بعد این نوشته بود پیتر شیف در حالی که چون که پیتر شیف همینجور که زیان هم گفت که از حامیان بزرگ تلا است و خیلی هم بیتکوین رو میکوبه گفت در حالی که داره واسه یه خرید خرید, خرید سوپرمارکت مثلا آره باید, باید زوب بکنی <applause> چای خوری امرات باشه مثلا ظرف ذوب طلا مثلا بیا اینقدر مال میشه واسه خرید واسه آره اینجور بیتواز. چیزی میشه ولی خب بیت کوین اینجوری نیست خیلی راحت دیویزیبل یا تقسیم پس خب قابل انتقال دادن قابلیت انتقال دادنش خب یه دیگه, دیگه هیچ چیزی شبیهش نیست واقعا هیچ چیزی که پول درست حسابی باشه واقعا اینجوری نمیشه مثلا انتقال داد فقط بیت کوینه که میشه انتقالش داد به این راحتی و به این زیبایی واقعا خوب و فساد ناپذیره به معنای واقعی میدونی یه سری چیزا هستن که طلا رو میتونن خراب کنن به هر حال اگه ما بخوایم هم بزنیم الان علیه طلا بگیم یه ذره اذیت کنیم چه خب بگیم خب طلا هم مثلا با جیوه خراب میشه مثلا جیوه رو بری بریزی روش خرابش میکنه آه. به معنای واقعی میدونم چون کار کردم اشتباهی بچه‌ای آره با جیوه بازی میکردم انگشتره مثلا یه چیز خالم مثلا دستش بود مثلا سوپ خراب شد خب تیکه تیکه شد از یه نمیدونم چی شد سیاه شد اصلا همچین بلایی سر انگشتره تل اومد آره جیوه با تلا نیستش کنید فکر کنم خرابش میکنه همچین چیزی البته خیلی مطمئن نیستم دوستان یه دو 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 خاطره بچگی یادم فکر میکنم همچین چیزی نرفتم سرچ کنم در موردش کلی شنیدم فقط ولی به هر حال حالا درست طلا واقعا فساد ناپذیر هست در درجه بالایی خب بیت کوین هم این ویژگی رو داره و به نظرم حتی بهتر داره اینو ام... یه چیزی که کمتر بهش اشاره میشه خب و کمتر بهش توجه میشه ویژگی قابلیت تایید و صحت سنجی اونه شما بیت کوین رو براحتی، راحتی خب با یه رزبری پای خب با یه قطعه کامپیوتری فسخلی مثلا توی این اندازه و ابعاد یا یه ذره بزرگتر مثلا شما میتونید صحت سنجی کنی با یه لپتاپ خب چک کنی که بیت کوین اصالت داره و فیک نیست و اشتباه نیست نود بیت کوین داشت داشته باشی تاریخچه داشته باشی خب میتونی به راحتی این کار میتونی بکنی اگر تونستی برای طلا این کار کنی عمرن نمیشه این کار کرد شما طلا رو باید تا درجه بالایی تقریبا میشه گفت بر اساس اعتماد فقط باید خریداری <applause> کنیم و این یه ویژگیه که طلا داره به خصوص تو دو این دوران که بیشیده تر شده ابزارها پیشرفته تر شده افراد به هر نحوی که شما بخواید مثلا فکرش بکنید داخل طلا رو مثلا قالب مثلا یه شمش طلا رو تصور کن داخلش عیار اون طلای داخلش با بیرونش فرق کنه مثلا <applause> خب شما بیرونش مثلا بخوای حالا به نحوی مثلا هم ارزیابی کنی بری آزمایشگاه چک کنی باز همچنان باید اعتماد کنی اون کمتر پارتی ریسکی اینجا وجود داره که باید حس کنی مطمئن بشی که مثلا طرف روبرویت اون کسی که مقابلت کلا بردار نیست چون اگه بخواد کلا برداری کنه تواناییش رو داره خب و ولی بیت کوین کار نمیتونه بکنه شما به راحتی بدون نیاز به هیچ تخصصی بدون نیاز به اعتماد به دیگران میتونی از اصالتش مطمئن شی و این اون چیزی که مثلا خیلی تفاوت داره یکی این و یکی اون قابلیت حملش چون باگ بزرگ طلا که باعث شد از سانمانی امروز نباشه اون عدم توانایی در حمل و عدم امکان نگهداریش به شکل راحت بود که باعث میشه خیلی از افراد توی صندوق امانات نگهداریش کنن و فرمان اجرایی از سفته اومد ماجراها که خیلی از پو... یعنی طلاها در یعنی ام... امکان مصادره پذیریشون بالاست یعنی طلا قابلیت مصادره شدنش ا... توانایی این که مثلا طلا رو بشه مصادره کرد بالاتره امکانش با بیشتره اما بیت کوین اینطوری نیست خب و برای مصادره بیت کوین شما حتی اگه تفنگ بیای در خونه طرف در رو بزنی درو در بشکنی نه درو در بزنی درو در بشکنی بیای داخل بخوای بیت رو نتونی واسه خب ولی طلا رو بالاخره اسلحه دستت باشه میتونی درش بزنی میتونه گولت بزنه میتونه بگه که اینا همه بیت کوین من این ولی باز بیت کوین جای دیگه ای داشته باشه اصلا حتی اگر از قبل هم بدونن این مثال معروف اون کلاوردار بود حکیر بود آلمانیه، یه،, مجرم آلمانی آره،, بود گفتی که... توی یه قبلی آره،, آره یه مجرم آلمانی بود که میخواستن نمیدونم مقدار زیادی بیت کوین مثلا یا که که هر چی پلیس آلمان ماه ها و سال ها فکر کنم الان دیگه داری میشه که داره بهش میگه پولا رو با ما بده و نمیده و اونا کاریش نمیده بکنه فقط بیتونم این رو که بکنم یه خدا پول به ما بده نمیخوام بهتون تو خود چیکار کنین راهی برای اینکه بتونی از دست من بگیره طلا شما یه جای قایمش کرده باشی یا بدونن میتونم بیان برش دارن خب و تو نمیتونی جاشون رو با پسوردی چیزی نمیشه حمایتش کرد یک گونی میارم پرش میکنم میبرنش فوقش و این دوتا این این باعث شده که انگار طلا خیلی خوب بود یه باگای ریزی داشت میتونیم بگیم واقعا باگای ریز برای گذشته و باگای مثلا جدی برای امروز <تصفح> چون امروز نیازمون بیشتر شده این مسئله <تصفح> آره که انگار بیت کوین امپروفز اون دیز یعنی اینا رو بهتر میکنه بهبود میبخشه بهشون و اینه که ما میتونیم بگیم که بیت کوین از این لحاظ مثلا بهتره این قابلیت صحت سنجیش جابجا شدنش فساد ناپذیری بهتری که داره نمیدونم تقسیم پذیری بهتری که داره تو همه اینا تقریبا یه ریزه به یه مقداری بهتر کرده وضعیت رو گرچه طلا هم بد نبوده واقعا اما تو این ویژگیا هست و یه موضوع دیگه هم هست در مورد محدود بودن طلا که حالا اونجوری هم نیست که مثلا ما بخوایم توهمی در موردش مثال بزنیم بگیم مثلا میگن فکر کنم همچین چیزی رو میگن حالا مطمئن نیستم خیلی اینو ولی میگن که همه طلاهای روی زمین هیچ وقت روی زمین نبوده در واقع خب از زمین مثلا اما شما چیزی فلانی اصابت کرد اومده همچین چیزی و اگر جاهای دیگه ای از دنیا حالا مثلا جهان کلا کهکشان که بشه طلا پیدا که اضافه کنه اون وقتی که اون مقدارش محدودیت که داریم و نداره ولی این حرفها به کنار هیچ مهم نیست اصلا در مورد مقدارش تو خود جهان کره زمین که مثلا قابل استخراج هم ما در واقع به اصطلاح میگن ریلیتیو سکرسیتی سکرسیتی داریم یا همچین چیزی خب یا نسبی اون محدودیتش خب ما میدونیم این مقدارا تقریبا هست و این مقدار نرخ عرضه وجود داره واسش چون توانایمون تو استخراج اینجوری است توی بیت کوین ابسولوت اسکارسیتی داریم یعنی کاملا مطلقه دقیق عددی که هست مثلا همه میدونن که چه مقدار بیت کوین کاملا استخراج خواهد شد و هیچ فرقی نمیکنه واسه هیچ کسی خب هر آدمی میتونه بره خودش چک کنه اینو ببینه دقیقا این مقدار قرار استخراج شد و دقیقا با این جدول زمانی و با این نرخ ارزه که اینها هم ویژگی های خوبی که یه پول داشته باشه که خب طلا نداره اینا رو متوجه ولی به شکل نسبی تا حدودی میدونیم که مثلا چه جوریه که باز رو اینها هم بهبود میده بیت یعنی این ویژگی رو بهتر میکنه مطلقش میکنه و نرخ ارزش هم کاملا دیگه قابل پیش بینی و ثابته اونجوری نیست که مثلا نرخ ارزش مثلا بسته به شرایط جغرافیایی نمیدونم و وضعیت مثلا چیز تو کره زمین و هر جمه. مثلا هر ج... وضعیت حفاری است نمیدونم هر چی هست وضعیت کشف مثلا یه مدن جدیدی چیزی باشه دیگه درگیر این معاد... معادله یعنی این فاکتورهای ریس تو این معادله نباشیم اونجوری نیست دیگه آره بیت کوین همه این ویژگیها رو به نظر من میکنه بهتر میکنه خب من کلا خیلی ضد طلا رو معمولا صحبت نمیکنم از خیلی چیز ارزشمندی در کل طلا خیلی خوبه اما خب بالاخره نمیتونیم بگیم که این ویژه رو مثلا بیت کوین بهبود نداده آره من خودم خیلی طلا دوست بودم همون اول مصاحبه گفتم که زمانی که وارد بازار بورس شدم تمرکزم روی طلا بود حتی اون موقع و حتی زمانهایی سعی میکردم اون سکه های به اصطلاح پارسیان و اینها بخوام پس اندازم انجام بدم ولی خب یه چیزی پیدا شد که خیلی بهتر از اون هست و اون گزینه آخری که گفتی که نیازهامون تغییر کرده ما خیلی راحتتر میتونیم به کشورهای مختلف سفر بکنیم ارتباطمون مخصوصا با کشورهای مختلف توی, توی همه جای دنیا بهبود پیدا کرده و این یه نیاز مبادله با نقاط دور جهان رو به وجود میاره ما این رو به این راحتی ها نداشتیم وقتی که تلگراف به وجود اومد تا حدودی داشتیم و خب برای همه هم به این راحتی در دسترس نبوده ولی مثلا الان نگاه بکنیم ایران هم با همه محدود اعتباری که میذاره الان منو زیاد داریم با هم صحبت میکنیم این مبادله نیازش بیشتر میشه و این مبادلات جهانی دیگه چیزی نیست که بخوایم با طلا برآوردشون بکنیم نیاز به یک سطوی از اطمینانه که میبینیم چجوری ازشون سوء استفاده شده خیلی از چیزها رو وشش دادیم یه چیزی که حالا میخوام با یه کمی احتیاط واردش بشم چون که به قول انگلیسی it's another can of worms حالا یه کم فارسی تر جا افتاده حالا باز خیلی هم فارسی نیست یه جعبه پاندورای جدیدی رو باز میکنه پاندورای رو باز میکنه حالا این سوال رو مطرح میکنم و بعد از این میتونیم بحث رو ببندیم اینکه نظرت در مورد اینکه افراد یعنی خیلی از کنزیان ها ممکنه این نقد رو بکنن به یک پول سالم یا پول سالم رو دارن به عنوان ترجمه ساوند مانی می میبرم نمیدونم توی فارسی دقیقا چه ترجمه از همین هست سا... پول هم سالم پول خوب صرفا پول خوب, خوب. پول خوب یا پول سالمی مثل طلا بیت کوین اینها خب میگن وقتی که اینجوری باشه شما دست روی دستت میذاری پولتو نگه میداری هیچ فعالیتی نمی کنی و سرمایه گذاری توی هیچ چیزی نمی کنی خاطر همین جامعه پیش نمیره خواستم بدونم که در این زمینه دیدگاه متقابلی داری و دیدگاهی که بخواد این رو رد بکنه و صحبتی داری اگر نداره خودم یه مثال دارم و میخوام بدونم به طور کلی که نظر در مورد این نقدی که مخصوصا کنزین ها میکنن که این پول که تورم داره اتفاقا میگن خوبه چون که تو مجبور میشه استفادهش بکنیم و استفادهش که میشه چرخ اقتصاد به گردش میفته و خیلی از پیشرفت ها چنانکه اونها ادعا میکنن به خاطر همین از بین رفتن ارزش پول به وجود اومده که من خودم به هیچ وجه موافقه این نیستم موافقه این هستم که زیر ساخت های بهتری به وجود اومده که این پیشرفت ها به وجود اومده حالا نظر تو رو هم میخوام بدونم که آیا چیزی مثل سرمایه گذاری از بین میره کاملا میمیره و آیا زمینه برای پیشرفت در اقتصاد و در فناوری زمینه و انگیزه برای اون از بین میره وقتی که ما ساوندمانی یا پول خوب داشته باشیم ببین من این موضوع ازاره پیچیده ایه خب واقعا دنبالش کردم خودم یه مقدار سعی کردم مطالعه کنم از جای مختلفی سورس متفاوتی یه, یه بودی نگاه نکنم مسئله و از پیشیدگیش هرچی بگم کم گفتم خب انتقاداتو اصلا کلا یعنی انتقادات نه بحث های زیاد بحث های زنده به روز زیادی در مورد این موضوع وجود داره من بیشتر میتونم توصیه کنم که یه منبع معرفی کنم واسه مطالعه در مورد این ماجرا که توی پادکست سوم ژانویه چند قسمت کنم سه یا چهار یا پنج حتی قسمت با آقای امیر جوادی که از در واقع فعاله همین مکتب اقتصادیش تو به زبان فارسی هستش خب یه چند تا مصاحبه دارم باش که در مورد خیلی از این موضوعات صحبت میکنه و خیلی جذاب جالب و کامل خب بحث میکنه اینجا اونجا حتما توصیه میکنم حالا اونو بخواین گوش بدید کسی اگه بخواد گوش بده اما من بیشتر مشتاق مثالات رو یعنی این موضوع این موضوعی که ما تو فضای که خیلی با همین بحث لو تایم پرفرنس و های تایم پرفرنس و این چیزا خیلی بهش اشاره میکنیم خب من که مثالات چیان در موردش یه مثالی که بخوام بزنم حالا یه داستانی رو بخوام بگم یه جور فضا رو مهیا بکنم اینه که ببینید مثلا من مترجمم ترجمه میکنم و بعد پول این ترجمه رو نگه میدارم و حالا پاتک فرض کنید که پاتک دولت در قالب مالیات بهش نمیخوره و پاتک باز دولت بانک های مرکزی در قالب تورم بهش نمیخوره و این پول ارزش خودش رو حفظ میکنه و نه تنها ارزش خودش رو حفظ میکنه بلکه به خاطر راه های جدیدی که افراد پیدا میکنن در جامعه ما با انرژی کمتری میتونیم چیزهای جدید تولید بکنیم و به خاطر همین مخروم به صرفه تر میشن یعنی قیمت ها در واقع به جایی که تورمی بشه پاد تورمی میشه ضد تورمی میشه قیمت ها پایین میره چون که ارزش چیزی که دارید به نسبت اون انرژی که داره استفاده میشه افزایش پیدا میکنه انرژی هی کمتر میشه انرژی که مجبور صرف بکنی و اون ارزش اون دارایی که داری افزایش پیدا میکنه چون که میتونی چیز بیشتری رو بخ... بخره خب اول که اینجور چیز جامعه رو تصور بکنین دوست ندارین شما توی چنین جامعه زندگی بکنید. یعنی اگر که شما شما دو تا انتخاب بدن یکی اینکه توی جامعه زندگی بکنین که مالیات حالا مالیات رو در نظر نگیریم فرض بکنین همچنان تو جامعه هستیم که مالیات رو همچنان داریم تورم نباشه و شما پولتون ارزش رو به حد زیادی حفظ بکنه و نیازی نباشه که شما هر روز بخواید واژه بهتری یادم نمی سگ دو بزنید آیا این دنیا رو دوست ندارین که در اون زندگی بکنید این یه بخشی از ماجراست حالا به فرض این که چرخ اقتصاد یکم پنچر بشه که موافق اون هم, هم نیستم یه مثالی رو سیف میزنه در مورد برادران, را... برادران, رایت که ما میدونیم اینها تو چرخ مغازه تعمیرات و و اینها داشتن زمانی بوده که همچنان اقتصاد آنچنان جدای از طلا نشده بوده اینجوری نبوده که بانک ها بدون هیچ پشتوانه مستحکمی بخوان پول چاپ بکنن و این افراد میتونستن با توجه به اون پس که داشتن زمان آخر هفته خودشون رو ببین درآمد از این مغازه دو شخص سواری چقدر میتونه باشه خیلی کم حتی حالا اون زمانی که ماشین ها اونقدر توسعه نداشتن باز یه مغازه دو شرخ سواری چه خ... یه مغازه دو شرخ سازی یا دو شرخ تعمیرات دو, شرخ... دو چقدر میتونه در آمد داشته باشه دو تا برادر دارن توش کار میکنن و با پس اندازشون آخ... وقتهای آخر هفتهشون رو دارن که میتونن روش حساب بکنن این حق پس انداز رو دارن این اختیار پس انداز رو دارن اینجوری نیست که پول رو توی کشورشون بذارن دو هفته دیگه یا شب میخوابن در بدترین حالت که اتفاقا خیلی تصور قوی هم نمیخواد داشته باشید که این رو در نظر بگیریم واقعا چنین چیزی توی جامعه خودمون زیاد وقت شب میخوابیم صبح میشیم قیمت ها عوض شده 50 درصد ارزش خودش رو از دست داده ما نمیتونیم روی آینده خودمون حساب بکنیم برای برادران برا رایت میگفتن اوکی اینجا رو ما قناعت میکنیم این رو نمیخریم این مقدار پسنداز انجام میدیم فلان غذا رو میخوریم که بتونیم اینقدر پس بکنیم آخر هفته هم مجبور نبودن سگ دو بزنن اتفاقا میتونستن استراحت بکنن روی اون آم... چیزی که نسبت بهش اشتیاق داشتن حالا میخوام واژه پشن رو برسونم فکر کنم اشتیاق چیز خوبی باشه چیزی که خیلی عشقش رو توی سر داشتن دنبال میکردن و زمانی که همه دانشمندا به گفته بودن که نه واقعا پرواز ممکن نیست اینها میان توی اوقات فراغت خودشون چون که میتونستن می روی آینده خودشون حساب بکنن هواپیما رو اولین هواپیماهایی رو که خوب کار میکرده میسازن به خاطر اینکه میتونستن روی آینده خودشون حساب بکنن و روی آینده خودشون برنامه ریزی بکنن و میتونستن اون وقتی رو که اون ویکندشون رو اون آخر هفتهشون رو واقعا آزاد داشته باشن و از اون درآمد اندکی که از یک مغازه دو شخص سواری دو چرخه سازی یا تعمیرات دو چرخه بوده از اون میتونستن استفاده بکنن واسه یه پیش زندگیشون و اون پروژهی که داشتن و خیلی از این پیشرفت ها به زیر ساخت داره اگر ما سوخت های فسیلی رو استخراجشون رو پالایششون رو فناوریشون نداشتیم هواپیمایی هم در کار نمی بود باید اینها به وجود می اومد و خیلی از پیشرفتها به خاطر این به وجود اومده که ما زیر ساخت های بهتری رو داریم اینترنت به وجود اومده و خیلی چیزها رو آسان تر کرده و ارزون تر شدن خیلی از خدمات به خاطر این نیست که ما پول فیاد داریم به خاطر این هست که اینترنت داریم و اینترنت رو داریم به خاطر اینکه الکتریسیته داریم به خاطر اینکه سوخت های فسیلی داریم و به خاطر این زیر ساخت هایی که طی اعصار و واقعا هزارها روی هم انباشته شدن ما تونستیم به جایی برسیم که میتونیم خیلی بهره رو داشته باشیم و کاری که پول فیات میکنه این, این هست که ما واقعا واجه بهتری ندارم به به خاطر آمیانه بودنش مجبوریم که همیشه در حال سگ دو زدن باشیم واجه بهتری داری که کمی مهدبان ترم باشه من خودم این اصطلاح خیلی استفاده میکنم نه جای خب منظور رو به نظرم خیلی خوب میرسونه نه. آم... این بحثی هست که من دارم در مورد و یه بحث دیگه ای که خیلی الان دوباره پیام اومد که تقریبا ده دقیقه مونده ببینید برادران راید و هواپیما واسه شون ارزش داشت پشنشون بود اشتیاقشون بود چیزی بود که عشقش رو در سر داشتن و این رو دنبال کردن با وجودی که پول ب... به نسبت خوبی داشتن پول ب... به نسبت سالمی داشتن ساوند مانی داشتن پس جلوی برادران رایت رو نگرفت که بخوان هواپیما بسازن اتفاقا میگن خیلی از فناوری ها توی قرن 19 پیشرفت کرد به خاطر از هم ساوندمانی هم به خاطر اینکه قبل شیوه های بهره گیری از سوخ های فسیلی خیلی بهبود پیدا کرده بود حالا پس اون پشن رو اون اشتیاق رو نمیشه جلوش گرفته منی که الان بیت کوین رو میشناسم آیا به این معنی هست که هیچ اشتیاق دیگه ای واسه پیشرفت توی هیچ چیز دیگه ای ندارم من با علم این که بیت کوین افزایش پیدا میکنه توی پروژه هایی که حتی فکر می کنم که از لحاظ مالی آنچنان پیشرفتی هم نخواهد کرد اما چون که اون حرکت رو اون دلیلی رو که دارن اون فلسفه رو که دارن میپسندم توشون سرمایه گذاری کردم یه مورد فقط دارم که حالا با توجه به پادکست های من میدونید که حامی رژیم های گوشتخاری و سراسر مبنی بر غذاهای حیوانی هستم یه نفر که توی این فضا خیلی مطرح هست دکتر شان بیکر هست که داره یه پلتفرم رو یه بستر رو ایجاد میکنه و برای اون بستر یه پروژه کراود سورسینگ تعریف کرد و من توی اون یه سرمایه گذاری انجام دادم میدونم که حتی احتمال خیلی زیادی هست که این پروژه شکست بخوره ضررده باشه مدت زیادی ضررده باشه من به این گونه سرمایه گذاری که به خاطر پشن فرد انجام میشه و به خاطر اینکه به اون فلسفه اعتقاد داری و اعتقاد دارم که این میتونه زندگی خیلی ها رو بهتر بکنه به اینها میگم سرمایه گذاری های ریلیجس یا اعتقادی نه حالا به معنای دینی بلکه معنای یه چیزی که با اعتقادات سازگاره وقتی که دنیای ساوند مانی داشته باشی چیزی نیست که جلوی تو رو بگیره که یکی اشتیاق خودت رو دنبال نکنی که باورهای خودت دنبال نکنی اتفاقا با خیال راحت تر میتونی اونها رو دنبال هم بکنی با فراغ بال بیشتر هم خب زیاد جان تو صحبت بیشتر یا مبحث تو ذهنت هست که فکر میکنی که کاور پوشش ندادیم و بخواهی مطرحش بکنیم نمیدونم شاید چیزی که مثلا باز خوب اینجا اشاره کنیم بهشون حالا من از میتونیم دیگه تمامش کنیم همین پنج دقیقه تایمری که اون بالا خورده <applause> تایم خوبی واسه تمام کردم به نظرم ولی چیزایی که هست به نظرم میتونیم یه سری چیزا معرفی کنیم که بگیم مثلا افراد خواستن بیشتر در مورد این موضوعات مطالعه کنن چیزایی مرتبطی هست میشه معرفی کرد آه. هنوز بد نیست نه مم. که من خودم مثلا خیلی به این موضوع علاقه دارم کل نفرات مطالبی رو واسه مطالعه یا چیزی به معرفی کنن و اینو هم همیشه انجام میدم از دیگران هم درخواست میکنم همیشه به من انجام بدن برای ویدیو اینها مثلا از تو خیلی هم مثلا میپرسم میگفتن مثلا نظر چیه ویدیو چیزی پیشنهاد میدی برای لانه خرگوش دائم دیدی دیگه این وضعیت آره به نظرم یه سری چیزا میتونیم معرفی کنیم مثلا مثلا یکی از کتاب های خیلی خوبی که تو این موضوعات فکر کنم خیلی وارد میشه کتاب بیت کوین استاندارد البته آره استاندارد بیت کوین سیف و دینه خب و یکی دیگه هم که فیات استاندارد که اینو دو تاشون فکر فارسی ترجمه شدن استاندارد بیت کوین استاندارد فیات استاندارد فیات فکر کنم هنوز منتشر نشده این در حال بازخوانی شدن و این هست ولی احتمال به زودی منتشر میشه آره این دوتا است دیگه چی کتاب خاصی هست معرفی میتونیم در مورد این موضوع من حالا برای حمایت از بخشی از بحثی که کردم استدلالی که آوردم uh, The Moral Case for Fossil fewer, uh, Fuel یا حمایتی هم اخلاقی یا یک پشتیبانی اخلاقی از سوخت های فسیلی اون رو میتونم بیارم و باز پادکست های همون سیف الدین عزیز سیف الدین میتونم لینک بعضی از پادکست هاشم که در تواهی... <تصفح> همین حتما بذار ما توی پادکست لانه خرگوش هم در مورد اتریشیا چند باری صحبت کردیم و بازم صحبت خواهیم کرد یعنی تو برنامه داریم با یکی دیگر دوستان احتمال در مورد اوتریشی های چند تا قسمت منتشر کنیم و اونا هم باز مطالعهشون خالی از لطف نیست و جذاب میتونه باشه کلا <applause> کتاب هایی که مرتبط به یه کتابی داره آقای همین امیر جوادی ترجمه کرده از هایی که اگه اشتباه نکنم همون ایده دی نشنالیزیشن اف مانیه و به اسم پول خصوصی و ترجمه شده و اونم کتاب جالبیه با فارسیه میشه پیداش کرد به نظرم همین مطالب جذابی واسه که اف... <applause> اگه کسی علاقه من باشه بتونه دنبال کنه و همین تو خلال صحبت ها یاد یه کتاب دیگه افتادم که باز به یه صحبت هایی که کردم یه پشتیبانی گسترده از اونها میکنه به اصطلاح بکبون خیلی حرف چارچوب خیلی حرفام و اون چیزی که قوام میده به استدلالم بیشترش رو بحث مفصلش رو میشه توی کتاب The Price of Tomorrow که نویسندش هست جف بوث اونم از بیت کوین یا بزرگه توی اون کتاب هم میتونید دنبال بکنید که در مورد دیفلیشن و فناوری و یعنی پاد تورم و فناوری و اینها صحبت میکنه خب یا yeah, خیلی ممنون از وقتت و صحبت خوبی شد خیلی تونستیم بریم توی جزئیات و فراتر از حتی اون چیزی هم که در نظر گرفته بودیم در صحبت صحبت بکنم ممنون خوش بزنشت خیلی, شاکره. شاکره. خیلی خوش اینجا امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جزء اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست رو گوش میکنید و دنبال میکنید لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید مخاطبین بیشتر به ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و های پیپل دسترسی دارن همچنین اکانت پیپل من و کیو کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.